بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران. شب شما بخیر. عرض تبریک دارم ولادت خانم حضرت معصومه رو خدمت شما و آغاز دهه کرامت رو. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های شیوه در خدمت شما هستیم، البته امشب با شیوه‌ای اندک متفاوت. یکی از موضوعات مهمی که ظرف یکی دو ماه گذشته در فضای فکری ایران بحث برانگیز بود، بحثی بود که جناب آقای دکتر غنی نژاد و آقای دکتر درخشان با هم انجام دادن و دوباره بحث قدیمی و بسیار مهم مکتب اقتصاد ایران و نسبتش با لیبرالیسم و گرایش‌های راست و گرایش‌های چپ رو دوباره مطرح کرد و بحث داغ و روزی شد. همونجور که شما بزرگواران و بینندگان فرهیخته شبکه 4 می‌دانید، نسبت بین دولت، بازار و جامعه مدنی حداقل از نیمه قرن 18 در آثار اقتصاددان ها بازتاب داشته و یک مسئله محوری بوده. شاید از حدود 1776 که کتاب ثروت ملل آدام اسمیت منتشر شد تا به امروز، این بحث یکی از پرتنین ترین بحث های اقتصادی در کل اندیشه اقتصادی جهان بوده و نسبت این سه و به خصوص نسبت دولت و بازار همواره بحث برانگیز بوده، به گونه‌ای که برخی از اندیشمندان اقتصادی معتقدند که این اصلی ترین مسئله اقتصاد در اندیشه اقتصادی جهان و کامیابی‌ها و ناکامی‌های اقتصادها در تعیین نسبت خودشون با این مسئله بسیار بنیادی و کلیدی مطرح میشه. خب دو گرایش لیبرال کلاسیک خیلی راست که قائل به عدم مداخله دولت در بازار با شعار معروف فرانسوی لسفق لسپسه بوده، شکل گرفته از همون حدود قرن 18 و در برابرش در ابتدای قرن 19 گرایش چپ مارکسیستی و کمونیستی شکل گرفته. این دو کارزاری رو با هم داشتن، نسخه های اصلاح شده و بروز شده ای از لیبرالیسم و کمونیسم در طول 150 سال گذشته از سوی اندیشمندان اقتصادی ارائه شده و البته در میدان کشورها معمولاً ترکیبی از این دو رو انتخاب کردن. اما علارغم این که امروز چگونگی بحث مداخله دولت، شیوه های کنترل بازار و همچنان مورد توجه اندیشمندانه، اما این بحث قدیمیه به یک معنا عصر روشنگری همچنان بسیار زنده است، به خاطر اینکه سوگیری های اصلی اقتصادی کشور رو داره مشخص میکنه. مسئله اقتصاد ایران هم از این کلیت مستثنا نیست. برخی از اندیشمندان معتقدند که با توجه به مفهوم مدرن بازار، مفهوم مدرن دولت و جامعه مدنی، امکان طرح این پرسش در ایران هنوز مهیا نیست و ای بسا این پرسش اقتصاد ایران نباشه. اما در برابر همچنان بسیاری از اقتصاددان ها این پرسش رو مهم میدونن و اینکه ما چه پایگاه نظری در برابر این پرسش داشته باشیم همچنان میتونه سیاست های اقتصادی ما رو خیلی خیلی تحت تاثیر قرار بده. معذرت خواهی میکنم از مقدمه طولانی. امشب می‌خواهیم همین بحث رو، ابعاد مختلفش رو واکاوی بکنیم در خدمت
دو میهمان ارجمند هستیم، جناب آقای دکتر غنی نژاد پژوهشگر اقتصادی و جناب آقای علیزاده سیاست پژوه. این توضیح رو عرض بکنم که با توجه به اینکه در خدمت آقای علیزاده از لندن هستیم، ارتباطمون به صورت با فضای مجازی داره برقرار میشه و مخصوصا شما یه دو سه ثانیه هم تأخیر داریم، از الان از آقای علیزاده و آقای دکتر غنی نژاد معذرت خواهی میکنیم که این مقدار بحث های احیانا با تأخیر ممکنه منتقل بشه. از عزیزانم خواهش میکنم این سه ثانیه تأخیر رو خلاصه در نظر بگیرن. آقای غنی نژاد در خدمت شما هستیم با سلام و آغاز برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای علیزاده و بینندگان محترم. من بحث رو فکر میکنم بهتره با اشاره به ریشه های شکلگیری لیبرالیسم که امروز راجع به لیبرالیسم اقتصادی البته میخوایم بحث کنیم اشاره بکنم، بد نیست تا طرح مسئله روشن بشه که ما راجع به چه چیزی بحث میکنیم، موضوع چی هست. آقای غنی نژاد اجازه بدیم من با آقای علیزاده یه سلامی از دور داشته باشم و بعد در خدمت شما برای آغاز بحث هست. آقای علیزاده خیلی خوش آمدید به برنامه شیوه، در خدمت شما هستیم با سلام و آغاز برنامه. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بیگدری و همینطورم خدمت جناب آقای دکتر غنی نژاد. خیلی ممنون که من رو با این فاصله خیلی زیاد در این برنامه دعوت کردیم و از آقای دکتر غنی نژاد تشکر میکنم که این گفتگو رو پذیرفتن. امیدوارم که حاصل این گفتگو به شکلی روشن شدن و شفاف شدن مسائلی باشه که با ابتدایی ترین و اصلی و بنیادی ترین وجوه زندگی 85 میلیون ایرانی درگیره. و همینطورم از شبکه 4 تشکر میکنم از آقای شاهمرادی که این جسارت رو، حالا نباید بگیم جسارت ولی این به قول معروف حرکت رو انجام دادن و این گفتگوها رو ممکن کردن، چون این گفتگوها چه بسا باید 2 یا 3 دهه پیش در ایران انجام میشد بدون هر گونه به شکلی محدودیتی، چون زندگی 85 میلیون ایرانی متأثر از این مسائل بوده. اما تا حدی اون صورتبندی های نظری که باید بهش میپرداختن و شنیده میشد در فضا تا مردم هم بتونن در موردش تصمیم بگیرن در عرصه عمومی اتفاق نیفتاده. و نکته پایانی هم که میگم اگر تأخیری هست این هم محصول اینه که متاسفانه ماهواره های ایران رو خیلی ظالمانه در اینجا قطع کردن و برای همین من در استودیوی صدا و سیما هستم اما نتونستیم ما به اون شکل بشیم و من به جای دولت انگلیس که مدعی آزادی بیانه از شهروندان ایرانی به خاطر این تأخیر عذر میخوام. بسیار متشکرم علیزاده. آقای غنی نژاد در خدمت شما هستیم. ما معمولا آقای دکتر به مهمان اولمون حدود 10 دقیقه 12 دقیقه فرصت میدیم که اون طرح بحث اولیه و چارچوب بحث و ارائه بدن و با ادامه بحث در خدمتتون مهمان دیگریمون هستیم. حدود 10 دقیقه الی 12 دقیقه در خدمت شما. بله حتما. عرض می‌کردم که بحث لیبرالیسم بهتر است که با اشاره به ریشه‌هاش که از کجا پیدا شده شروع بکنیم، چون در ایران الان امروز من می‌بینم که الان البته نیست، بحث طولانی‌تریه که لیبرالیسم رو یک عده تبدیل کردن به ناسزایی سیاسی. از اول انقلاب این اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه داره و حالا بد نیست اینم من بگم که علت این که من گفتم یه زمانی گفتم که اوایل دهه 70 گفتم من لیبرال هستم به خاطر این بود که همه داشتن به لیبرالیسم ناسزا میگفتن، از چپ و راست، از اصلاح طلبا بگیرید تا اصولگراها که اون موقع تازه شکل گرفته بودن، البته اصلاح طلبایی که چپای سابق بودن دیگه. در واقع من گفتم که آقا من لیبرالم، به خاطر این گفتم که بیاد گفتگو کنیم. اون چیزی که شما راجع به لیبرالیسم میگید اون نیست، اون چیزی که شما میگید یه چیز دیگه است. شما یک زبان، یه تغییری در معانی مفاهیم زبانی دادید، شما منظورم البته این چپان، و همه بدی های عالم رو خلاصه کردید در لیبرالیسم. و الا من میتونستم بگم که من آزادی خواهم، الانم واقعیتش اینه که من اینطوریه،
من خیلی دوست ندارم بگم که من لیبرالم. لیبرال یه واژه غربیه و ما ایرانی هستیم. من ایرانی هستم و یه واژه های خیلی خوبی برای لیبرالیسم ما داریم. من ایرانی هستم، آزادی خواهم. این آزادی خواهی من هم ریشه داره، ریشه های 150 ساله در ایران داره. حداقل آزادی خواهی به معنی مدرن کلمه در نهضت مشروطه. اما لیبرالیسم چیه؟ برگردیم به اون بحث اصلی. برای توضیح این که لیبرالیسم چی هست باید برگردیم به ریشه ها. ببینید اون چیزی که امروزه بهش میگیم دنیای مدرن، مدرنیته، خب اندیشه مدرن، شکلگیری اندیشه مدرن در واقع مصادف است با همون شکلگیری لیبرالیسم. لیبرالیسم به یه نوعی میتونیم بگیم که فلسفه سیاسی اولیه و اصلی اندیشه مدرنه. حالا اندیشه مدرن از کجا میاد بیرون؟ برخلاف اون چیزی که در مورد لیبرالیسم میگن که لیبرالیسم بیبند و باری و نمیدونم ضد دینه و از این حرفا، اصلا اینطوری نیست. ریشه های لیبرالیسم در تحولیه که در اندیشه مسیحی اتفاق میفته. در هزاره دوم مسیحیت، یعنی بگم قرون وسطای متأخر، یک تنشی در داخل کلیسا اتفاق میفته که ناشی از این است که کلیسای کاتولیک منظورم، کلیسا وارد دنیا شده، آخرت رو فقط متولیش نیست، میگه من متولی دنیای مؤمنان هستم، دنیای مؤمنان مسیحی هم هستم. این یه تنشی در داخل کلیسا بین متعلهین مسیحی ایجاد میکنه. من به چند تا نقطه عطف برای که خلاصه بکنم حرفامو اشاره میکنم که لیبرالیسم ریشه هاش اونجاست. یک نقطه عطف مهم، کسی هست، یک متعله انگلیسی هست مال آکسفورد، حوزه علمی آکسفورد، به اسم ویلیام اوکامی. ویلیام اوکامی در قرن 14 میاد به پاپ اعتراض میکنه که تو متولی دنیا و آخرت ما هستی و همه چیز رو میگی که واسطه بین خدا و مؤمنان مسیحی هستی، ما اصلا قبول نداریم اینو. و اونجا این مسئله رو مطرح میکنه، میگه که خداوند به همه عقل یکسان داده، به یکسان عقل داد و کتاب رو فرستاده، اناجیل رو فرستاده که بشر اونا رو بخونه مؤمن بشه، راهش رو پیدا کنه. واسطه اینجا ما نیاز نداری که تو اونجا متولی شدی، میگه که اگر میخواید مسیحیت رو تفسیر بکنید تفسیر من درسته، حرف من رو باید گوش بدی. ویلیام اوکامی از اینجا شروع میکنه و از اینجاست که اون بحث فردیت، مؤمن مسیحی به عنوان فرد مطرح میشه نه امت. میگه من فرد مسیحی هم و به اندازه پاپ عقل دارم و نیازیم به واسطه بین خودم خدا ندارم، خدا کتاب رو فرستاده، منم کتاب رو میخونم و تفسیر خودم میدم چون عقل دارم، عقلم خدا به همه یکسان داد. آقای دکتر بعدم در لوتر و پروتستانتیسم خیلی گسترش پیدا کرد دیگه، یعنی نه اجازه بدید بحث قبل از پروتستانتیسم، بله یعنی 200 سال بعد، ریشه های 200 ساله داره کاملا. بله بله، این چیزی که من میگم 200 سال قبل از پروتستانتیسم. بله بله، عرض هم همین عرض. بله بله، این ویلیام اوکامی یک کشیش فرانسیسکانه که مخالف دومینیکن ها هست که اون متعله معروف توماس قدیس، توماس آکوینی در مقابل اون هست در حقیقت. این اعتراض ویلیام اوکامی در واقع همون پیدایش مفهوم فرد و سوژه هست که انسان فرده، انسان فقط امت نیست که آقای
پاپ که اونجا نشسته میگه من متولیم و من دستور میدم. خب از اینجا اون بحث فرد و آزادی فرد مطرح میشه، اون این آزادی اندیشه و عقل. البته وقتی میگیم عقل یعنی قدرت تشخیص خوب و بد، قدرت تشخیص درست و نادرست. خب یه قدرت تشخیص درست و نادرست من خودم دارم، تو لازم نیست به من بدی، کسی لازم نیست دستور به من بده بگه که چی درسته چی غلطه. من عقل دارم، کتابم هست، بنابراین تشخیص. این یه نقطه عطف ویلیام اوکامی. نقطه عطف بعدی جان لاک هست. جان لاک مال قرن 17 یعنی 3 قرن بعد دار، که این وسط البته اون پروتستانتیزم که شما اشاره کردید اونم اتفاق افتاده در حقیقت. جان لاک اون وقت در ادامه همین تفکر فردگرایی، یعنی فردیت، اینکه انسان سوژه هست و جمع نیست، با جمع تعریف نمیشه انسان، انسان با فرد تعریف میشه و جمع مجموعه فرد هاست. خب جان لاک میاد بست میده این اندیشه را، اندیشه از جهت سیاسی و اقتصادی، و میگه که خداوند انسان رو آفرید. وقتی که خداوند انسان رو آفریده بهش حق حیات داد و هیچ کس این حق حیات رو نمیتونه ازش بگیره. چرا؟ چون خداوند اونو بهش داد. حق حیات نه فقط حق بلکه تکلیفه. انسان که زندگی به دنیا میاد نه فقط حق داره زندگی کنه، بلکه مکلف است که زندگی خودش رو تأمین کنه. خب این اندیشه، این ریشه در اندیشه دینی داره. بنابراین در این ادیان، در اسلام هم همینطور هست، خودکشی حرامه. چرا؟ چون قتل نفسه. انسان خودش رو نیافریده بگی که من خودم رو میتونم بکشم، انسان رو خدا آفرید. خب این استدلال لاک، من دارم استدلال لاک رو میگم. بله تذکر وقتی بدم، حدود 9 دقیقه شده. بله بله الان تبوهش میکنم. ببینید بنابراین لاک میگه که خداوند انسان رو زی حق میآفرینه، یعنی حق زندگی، حق طبیعی و ذاتی فطری انسان است. ادامه اون حق طبیعی و ذاتی انسان که حق حیاته، ادامهش میگه حق مالکیت. چرا؟ برای اینکه انسان برای اینکه زندگی بکنه نیازمند این است که وسایل معیشت برای خودش درست کنه. مالکیت اون وسایل معیشت حق انسان هست، بنابراین حق مالکیت ادامه حق حیاته. این استدلال لاک است. و البته خدا انسان رو آزاد آفریده. یعنی چی؟ یعنی که هیچ انسانی نمیتونه به انسان دیگری دستور بده، هیچ انسانی نمیتونه تابع اراده دیگری باشه. خب اون میشه برده. مفهوم آزادی، مفهوم مخالفش میشه برده. خدا انسان را آزاد آفریده، بنابراین بردگی ناحق و مردود. خب از این فلسفه اصلی لیبرالیسم اینه که لاک توضیح داده. بعد شما میایید قرن 18 آدام اسمیت تو اون کتابش اون این رو فراتر میره، این استدلال جان لاک رو، و میگه که انسان در تلاش آزادانه برای تأمین معیشت خودش باعث میشه که ثروت‌های زیادی آفریده بشه. عنوان کتاب آدام اسمیت از تحقیق در علل ثروت ملل، یه ثروت ملت چطوری افزایش پیدا میکنه؟ با آزاد گذاشتن انسان‌ها در فعالیت اقتصادی، در آزادی تجارت، در آزادی مبادله. چون انسان، آدام اسمیت، این استدلال اسمیت هم بگم تعویضش کنم، استدلال اسمیت اینه میگه که در یک مبادله آزادانه شما وقتی میتونید ثروتتون رو زیاد بکنید که به نیازهای دیگران پاسخ درست بدید.
یعنی شما کالایی تولید میکنید، این باید خریدار داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی به نیازهای دیگران پاسخ بدید. اون وقت است که میتونید شما ثروتمند هم بشوید. اینه که معتقد هست لیبرالیسم فلسفهش فلسفه آزادیه دیگه. با آزاد گذاشتن انسانها که حق طبیعی انسانها هست، سرریز این آزاد گذاشتن انسانها ثروت بیشتر و رفاه بیشتر انسان هاست. این خلاصه اون لیبرالیسم اقتصادی که بخواستم عرض کنم. آقای دکتر ببخشید، آقای علیزاده اجازه است من یه سوال از آقای دکتر بپرسم برای اینکه بحث جمع جور بشه در حد یکی دو دقیقه. آقای دکتر قرینه‌نژاد، یه سوال من فقط برای اینکه چون ادامه بحثم فکر میکنم میتونه مؤثر باشه. بسیاری از کسانی که در ماهیت مدرنیته اندیشیدن به ریشه های الهیاتی و مسیحی مدرنیته اذعان دارن و فکر نمیکنم به یه معنای مخالفی داشته باشه که مدرنیته از دامان مسیحیت و اندیشه های دینی مسیحیت به خصوص کالوینیسم و پروتستانتیسم و پیوریتن ها در اومده. منطقه میخوام سوال بپرسم که در ادامه این فرایند آیا نسبتی به یه معنای ذاتی بین لیبرالیسم و سکولاریسم به خصوص از ابتدای قرن 20 به این سوی در 120 سال گذشته ایجاد شده یا نه؟ چون الان خیلی ها معتقدن که علارغم اون ریشه که لیبرالیسم و مدرنیته به صورت کلی و لیبرالیسم به عنوان اندیشه بنیاد اندیشه سیاسی و اقتصادی جامعه مدرن داره، الان دیگه اون پیوندهای دینی رو نداره و الان یه نسبت خیلی وسیقی با سکولاریسم در واقع داره. می‌خواستم اینم اگه در حد یک دقیقه نظرتون خلاصه بفرمایید، چون فکر می‌کنم ادامه بحث این خیلی بحث میتونه مهم باشه که بالاخره لیبرالیسم یه امر ضد دینه لائیک یا سکولار یا نه دینی هستن. ببینید لائیک با سکولار فرق داره. بله الان دنیای غرب دنیای سکولار هست ولی دنیای لائیک نیست. تنها کشور لائیک در دنیا، اتفاقا دو تا کشور ببخشید، کشور لائیک در دنیا فرانسه است و ترکیه. تنها دو کشور دنیا که لائیک هستن، بقیه سکولار هستن ولی لائیک نیستن. اینا با هم فرق داره. سکولار شدن، ببینید اینه داستانش. سکولاریسم اتفاقا دنیوی شدن دین هست. وقتی که میگیم در ادامه همون بحث لاک، بحث حقوق فردی انسان و آزادی انسان، اون چیزی که آزادی انسان رو تأمین میکنه حکومت قانونه. خب یعنی انسان تابع دستورات کسی دیگری نباید باشه، تابع قانون باید باشه. این ایده حکومت قانون که انسان نباید تابع اراده دیگری باشه، تابع یک اراده برتری باشه که اسمش از قانون، این در حقیقت برگرفته از همون اصل توحیده. چرا؟ چون میگه که توحید چه میگه؟ توحید میگه اگر کسی غیر از خدا را کسی بپرسته شرک. توحید اینه دیگه، درسته؟ خب حکومت قانون چه میگه؟ حکومت قانون میگه که از هیچ کس اطاعت نکن به جز قانون. این همون سکولاریسم اینه. دنیاوی این هیچ تضادی با هم نداره. البته الان خیلی فیلسوفا هستن که لائیک هستن، دین ناباور هستن، لیبرال هم هستن، ولی عمده فیلسوفای لیبرال خدا ناباور نیستن. یا خدا باورند یا اگنوستیکن. یعنی دکتر نسبت ضروری الان هم بین لیبرالیسم و به یه معنای مثلا نگاه‌های ضد دینی و آتئیستی و لایک و اینا الان هم نیست به نظر شما؟ یعنی یه کسی میتونه همین امروز لیبرال باشه و مثلا لورد اکتون یه مسیحی خیلی متدینی هم باشه، ممکن؟ دقیقا. اصلا اینطوریه. بله اصلا میکن. مهمترین لیبرال های فیلسوفان لیبرالی هستن که ریشه های دینی دارن.
بله اینطوری. بسیار متشکرم آقای قنی‌نژاد. حدود 15 دقیقه آقای دکتر صحبت فرمودید. تشکر می‌کنیم. آقای علیزاده در خدمت شما هستیم. ما معمولاً هر میهمان اول هر مقداری صحبت بکنن اون مقدار قرار قسمت اول تقدیم حضورتون می‌کنیم. ببخشید منم هی سوال پرسیدم، اون سوالا رو تایمو کم کردم، زمانو کم کردم آقای قنی‌نژاد. در خدمتتون هستیم آقای علیزاده. بسیار. فقط اگر لطف کنیم بعد از 10 دقیقه به من یه خبر بدید که من زمان رو میتونم در نظر بگیرم. باشه چشم. بسیار. خب ما در همین راند اول اجازه بدین که من با نقد آقای قنی‌نژاد عزیز شروع کنم و تبریک بگم به یک هنرمندی، یک ماهرانه‌ای که ما واقعا توی ایران احتمالاً نظیرش رو نداریم. آقای قنی‌نژاد در همین راند بسته ایدئولوژیکی به جامعه ایران فروخت که تمامی عناصری که جامعه ایران تشنشه در کنار همدیگه در یک همنشینی عجیب موجود بود. بسته ای که برای جامعه مذهبی ایران توحید رو به لیبرالیسم گره زد و به اونها گفت که نگران نباشند، چرا که از لیبرالیسم اقتصادی آقای قنی‌نژاد دینشون به خطر نمیفته. برای جامعه جوان ایران که همین 6 ماه پیش تشنه آزادی بوده بخششون و حالا بخششون هم شاید به خیابان آمده باشن، مفهوم آزادی رو تقدیمشون کردن و همینطور هم پروسپریتی ها به شکلی پیشرفت اقتصادی رو. اما آقای قنی‌نژاد چیزی که ارائه کردن حداقل تا اونجایی که من میدونم و میفهمم اونقدر ارتباطی به فلسفه نداره. حالا بگذاریم که اصلا بحث اندیویجوالیتی یا فرد یک بحث حالا مدرسی ما میتونیم بکنیم که آیا ریشش در اوکانیه یا نیستش، یا اینکه در خیلی از فیلسوفان معتقدن که در پراپرتی لو یا در قانون مالکیت در روم باستان میاد که از اون مفهوم پرسن هود یا فردیت شامل میشه و در یک پروسه تاریخی در ابتدای فودالیزم با مالکیت گره میخوره و بعد میاد به واسطه سابجکت و از منظر حقوقی در همون که ایشون گفتن در الهیات مسیحی اونطوری که فوکو توضیح میده و بعد هم به واسطه سابجکت اپیستمولوژیک دکارت میاد و غیره. ولی ما وارد این بحثا نمیخوام بشیم. ما سوال خیلی مشخصمون اینه، برای قنی‌نژاد هم درست میگن، میگن که لیبرالیسم در ابتدای انقلاب فوش بود. من شخصا لیبرالیسم رو فوش نمیدونم، معتقدم که لیبرالیسم یک مکتب قابل اعتنا در فلسفه در تاریخ سیاست غرب و ما هم از مواهبش برخوردار هستیم. اینکه من در انگلیس دارم صحبت میکنم با شما و برنامه هایی در دفاع از مردم ایران و حقوقشون میذارم و دولت انگلستان هم من رو بیرون نمیکنه یا زندانم نمیکنه، از مواهب لیبرالیسمه. برای همین لیبرالیسم رو نمیشه به عنوان یک فحش سیاسی استفاده کرد و اونهایی که استفاده کردن در اول انقلاب گمان من اشتباه کردن، به خاطر عدم آشناییشون با غرب بود، عدم آشناییشون با فلسفه و متافیزیک غرب بود و با کارتونی کردن و با هیولا سازی از غرب گمان کردن که میتونن غرب رو یک شبه فتیله پیچ کنن و محصولش همین شد که بعد از 42 سال غرب به قول فرنگی ها با انتقام برگشت و در لایه لایه جامعه ایران رسوخی چند باره کرد. غرب امری نیست که ما با یک انگ زدن بتونیم ازش فرا بریم، باید بشناسیمش، باید بتونیم بفهمیمش و بعد بتونیم با شناخت ازش فرا بریم و این اتفاق در اون انگزنی های اول انقلاب نیفتاد. اما بحث ما چیست؟ بحث ما اینه که لیبرالیسم یک شقه نیست. لیبرالیسم های مختلف وجود دارن و این لیبرالیسم ها در تضاد با همدیگه هستن و در داستان ساده سازی شده جناب آقای قنی‌نژاد این به مخاطب گفته نمیشه. جان لاک فیلسوفی بسیار جذاب، شما وقتی که درس میدید ازش در 5 فصل اول آقای دکتر بهتر میدونه، وقتی به دانشجویان درس میدید یک ایگالیتاریان یا یک برابری خواه رو میگید تا میرسید به اون فصل معروف درباره پول و اون جایی که دیگه محصولاتی که انسان به عنوان فرزند آدم اول بشر از درخت و جاهای دیگه میکنه و زیاد هم نمیکنه چون انسان به ذات طماع نیست، وقتی در پول میتونه کانسنتریت بشه و متمرکز شه بعد دیگه حالا قوانین عوض میشه و غیره. برای همین شما از لاک هم خانش های خیلی زیادی دارین. کسی مثل اتیان بلیبار از شاگردان آلتوسر که آقای دکتر احتمالا باید بشناسن از لاک خانش خیلی برابری خواهانه و چپ دارن و از لاک خانش راستگرا هم دارن. اما لاک تنها لیبرال تاریخ نیست. ما 2 شقه لیبرالیسم داریم. شقه لیبرالیسمی که مثل آقای دکتر در واقع به پرایوت بهش میگن پرایوت پراپرتی ریلیتد لیبرالیسم یا لیبرال هایی که مالکیت خصوصی محور هستند، ادموند برک هستش، لاک هست و مهمتر از همه آدم اسمیت هست که این بسته تبدیل میشه به اون بسته لیبرالیسم دست راستی که بعدها
مرشد و به شکلی مراد آقای دکتر یعنی فون هایک اتریشی هم به اون دسته متعلق. اما ما در همین سنت لیبرالیزم ولتر رو داریم، ما در همین سنت لیبرالیزم روسو رو داریم و اینها به شدت با کسایی که از دلشون سوسیال دموکراسی غرب بیرون میاد و اینها در عین اینکه به حقوق فرد معتقدن اما به جامعه هم معتقدن، به نوعی از برابری ها هم معتقدن، به وظیفه جامعه در برابر ضعفا هم معتقدن، به این معتقدن که باید آموزش هم به شکلی به اونهایی که نمیتونن داده بشه تا نوعی از برابری های امکانات و فرصت ها بین افراد به وجود بیاد، نه اینکه دولت چشم خودش رو ببنده و بره کنار و بگذاره که جامعه به یک جنگل تبدیل شه. کنایه تاریخ اینه که جان لاکی که آقای دکتر معتقدی که مقابل بردگی ایستاد و در فلسفه‌ش هم خب حداقل در ظاهر هستش، میدونید که یکی از سهامداران عمده به شکلی شرکت بردهداری و خرید و فروش برده‌ها در انگلستان زمان خودش بود. اما حالا این مسئله شخصی هم مهم نیست، مسئله اینه که این دو نوع لیبرالیسم در کنار هم دیگه بودن. اما آن چیزی که لیبرالیسم شقه آقای دکتر رو که به حزب ویگ در انگلستان تعلق داشت، یعنی حزب دست راستی، برجسته میکنه، مقاومت اینهاست در برابر دموکراسی خواهی دهقانان زمان خودشون، کارگران زمان خودشون، لولرها و دیگرها. تاریخ نباید به این شکل کودک، به شکل والدیزنیوار به مردم گفت، به ویژه اون بخش هایی که با تاریخ انگلستان، فرانسه و غیره آشنا نیستن. تاریخ غرب تاریخ تضادهاست، تاریخ مقابله نیروهای بسیار مقابل همدیگه. و آن چیزی که غرب رو به غرب امروز تبدیل کرد که حالا سویه های سلطه گرایانه بسیارش به تن ما هم خورده و جنگ هاشو تجربه کردیم و چپاول هاشو تجربه کردیم، اما برای خودشون شاید بد نباشه، این نبوده که لاک بیاد بگه فرد هست، خدام به کنار و غیره. این حرفا حرفایی که برای جامعه امروز ایران شاید جذابیتی داشته باشه، جذابیت مناطویی، ولی در واقعیت این خبرها نبوده. اصلا بحث الهیات مطرح نبوده، بحث این مطرح بوده که در قرن 17 با شکل گیری بورژوازی به شکلی اریستوکراسی انگلیس نمیخواست از حقوقش بر زمین و زمینداری دست بکشه و به دنبال مالکیت خصوصی بر زمین ها بود. چرا؟ برای اینکه در همین غرب از مگناکارتایی که در 1215 در انگلستان حداقل بسته شد، قراردادش بین شاه و مردم، بخش های زیادی از مراتع، از جنگل ها، از رودخانه ها، از منابع عمومی متعلق مردم بود و شاه و اریستوکراسی یعنی اشراف حق نداشتن که انکلوجر آف کامن انجام بدن یا انفال رو به تسخیر خودشون در بیارن. این حرفا رو گوش کنین، حرفا حرفای امروز ایرانه. انفال یعنی مس، یعنی آهن، یعنی فولاد، یعنی نفتی که مال مردمه، یعنی زمین‌ها، یعنی جنگل‌ها. امیدوارم مخاطبان دقت کنن، بحث‌ها بحث قرن 17 انگلیس به تنهایی نیست، بحث امروز ایرانه. و آن لیبرالیسمی که آقای دکتر ازشون دفاع می‌کنه آمد و گفتش که ما پارلمان رو مقابل این دهقان‌ها می‌ذاریم، از یک دموکراسی محدود دفاع می‌کنیم و نمی‌گذاریم که اینها مانع از مالکیت خصوصی بشن. خب این دعوا ما در غرب داریم. میرسیم به کجا؟ میرسیم به کانتی که آقای دکتر باید تا حد زیادی قبول داشته باشن، ایشون هم از پدران لیبرالیسم، و همینطور هم باید به هگل میرسیم. و برای هگل فرد نمیتونه منبع اولیه باشه. برای هگل حتی از منظر اپیستمولوژیک و شناخت شناسی اصلا شناختی در ساحت فرد رخ نمیده. فرد آقای دکتر بهتر میدونن در همون ابتدای پدیدارشناسی در بخش خدایگان و بنده، فرد مقابل فرد قرار میگیره و از منظر شناخت که با اینترست و با منافع افراد قاطی میشه و اون لحظه شکل‌گیری جامعه است و اون لحظه‌ای که میگه منی که خود را ما میبیند و مایی که خود را من میبیند، از آن لحظه بعد هر گونه اپیستمولوژی به ذات خودش مجبور است که اجتماعی شده باشد. ما اپیستمولوژی یا شناخت فردی نداریم. و همینطور هم در تمام حرفایی که آقای غنی نژاد میزنه هیچ جایی از تاریخ نیست. فرد، سوژه، تمام اینها در یک امر و یک ساحت انتزاعی بیرون از تاریخ رخ میدن. تاریخ کجاست؟ تاریخ شکل‌گیری طبقات کجاست؟ تاریخ سرمایه‌داری کجاست؟ تاریخ دولت کجاست؟ تاریخ حکومت کجاست؟ تاریخ اندیشه‌ها کجاست؟ تاریخ خود مدرنیته کجاست؟ یک دفعه همه اینا اتفاق میفته، یه فردی میاد و میگه که من دیگه نمیخوام از واتیکان دفاع کنم و میخوام خودم مستقل بر خودم باشم. اونم میگن به 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 به.
این سیر تاریخی کجا اتفاق میفته. برای همین تفکرهای دکتر از یک سو به شدت پیشا کانتی و پیشا هگلیه، برای همینه که جایگاهی برای تاریخ و برای اجتماع نداره توش. و این فرد اتمیزه شده ای که میگه به عنوان مبنای شناختشون، عملا در فلسفه از 1807 که هگل فنومنولوژی رو نوشتهش و عملا به شکلی منسوخ شد. ما از این میگذاریم، اما باید ببینیم که جایگاه این لیبرالیزمی که آقای دکتر بهش اشاره میکنه کجاست و از کجا اصلا مطرح شد. جایگاه این لیبرالیزم از سال 1967 در ایران مطرح شد. برای همین اون دعواهای اول انقلاب که بازرگان لیبرال و کروات میزنه و فوکولیه و اینها، همه رو بذاریم کنار، اینها دعواهای اول انقلاب بود برای اینکه به شکلی نیروی غالب که چپ و مثلا مارکسیستا و چپ اسلامی و غیره بودن بخوان رقباشون رو از میدان به در بیارن که تکنوکرات ها و غیره بودن. این بحث ها از بین رفتش در دهه 60، اما این بحث ها به صورت انضمامی در سال 68 دوباره آغاز شد. چرا دوباره آغاز شد؟ دو تا اتفاق خیلی مهم در اونجا میفته. آقای علیزاده ببخشید، اول اتفاق اینه که 12 دقیقه حدودا صحبت فرمودید، 10 دقیقه صحبت کرده، حدود 2-3 دقیقه فرصت دارید. بسیار خب، در اونجا دو اتفاق میفته. با پایان دهه اول، با آغاز نوسازی و به قول معروف بازسازی جناب آقای رفسنجانی، ایران وارد فضای دیگه ای میشه و جهان هم همزمان وارد فضای دیگه ای شده، چون اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده شده، جهان به لحظه یونیپولاریتی یا تک قطبیت رسیده و نظمی که از 1973-74 تقریبا شکل گرفته و به اسم نئولیبرالیسم، حالا در مورد این برنامه باید صحبت کنیم و این موضوع اصلی ماست، این نظم در جهان دیگه یک کتاز میشه و در ایران هم به شکلی دولت تصمیم میگیره که این نظم رو دنبال کنه در قالب تعدیل ساختاری. در قالب تعدیل ساختاری چرا که این پیش شرط نهادهای اصلی این نظم نئولیبرالی جهانی به اسم IMF، به اسم WTO و به اسم World Bank میگن اگر میخواهی توسعه داشته باشی باید این قوانین رو رعایت کنی، تم بدی به بازی تا اینکه ما تو رو بیاریم به بازی تا تو بتونی تجارت آزاد داشته باشی و بعد از تجارت آزاد بتونی به توسعه برسی. اما حرفای که آقای دکتر میزنه، آدم اسمیت گفته که فقط در این روابط آزادی که ثروت آفریده میشه، اگرچه آدم اسمیت یادش رفتش که ثروت اصلی در انگلستان به واسطه روابط آزاد نبود، به واسطه پلاندرینگ یا چپاول از مستعمرات بود. چپاولی که یک فقره از هندش بین 1778 تا 1938 اقتصاددان معروف هاروارد محاسبه کرده 47 تریلیون دلار بوده، یعنی 47 تریلیون دلار چپاولی در خارج از تصور من و شما. با این حال شما میخواهید وارد بازی شید و بازی تجارت آزاد کنید، بسیار خوب، تن به اینها بدید. اینجاست که لیبرالیسم دوباره وارد میشه، اینجاست که جناب آقای دکتر قنی‌نژاد 3 جلد کتاب فون هایک رو ترجمه میکنه و این رو به عنوان انجیل بین سیاستگزاران ایران پخش میکنه و بهشون میگه که اینها قوانین مطلقه سیاسته. قوانین چی میگه؟ نئولیبرال‌های ایرانی چی میگن؟ یک، تنها راه حل توسعه اقتصادی و فائق آمدن بر عقب ماندگی تاریخی ما که از زمان مشروطه تا به حال ازش رنج بردیم لیبرالیسم. 2، تمکین به قوانین بازار آزاد مثل قوانین طبیعت امری عقلانیه و عدم تمکین به این قوانین پیشرفت و بقای ما رو به خطر میندازه و باعث فروپاشی و عقب ماندگی مضاعف ما میشه. یعنی میرن سمت طبیعی سازی قوانین نئولیبرالی و ازش مثل قوانین فیزیک و شیمی یاد میبرن. برای همینه که به خودشون این جسارت رو میدن که به هر کسی که نقد علمی به نئولیبرالیسم که یک مکتب فلسفی و به شکلی نظریه سیاسی در کنار بقیه بهش بگن شبه علمی یا ضد علمی و بعد هم که توسعه امر جهانیه و امر ملی دست و پاگیره. این جمله آخر من بگم و من قطع میکنم، امر ملی دست و پاگیره و من برای همین تعجب میکنم که جناب آقای دکتر میگن که من ایرانی هستم. امر ملی یعنی امر ایرانی رو از سال 68 به واسطه این قوانین و به واسطه تبلیغ پیامبرگونه نئولیبرالیسم، امر ملی و ایرانیت زیر حمله و هجوم سرتاسر بوده. برای همین جناب آقای قنی‌نژاد، من مطمئنم شخصا شما 100 برابر من ایرانی هستین، اما اندیشه‌ای که شما بر ایران گذاشتید، اندیشه ایران خراب کن و ایران تخریب کن، در مسابقه ملی ها در مسابقه امر ملی بوده و همین دلیل هم شما دشمن مصدق هستید. بسیار متشکر. خب آقای دکتر قنی‌نژاد، من حالا نمیخوام خیلی خلاصه بکنم آقای علیزاده چی فرمودن، خیلی شفاف و صریح، منتها حالا یه بحثی دوباره از یه سوال نظری در واقع شروع بکنم و نکات از تالی رو در پاسخ با علیزاده بشنویم.
ولی تو ببین این دوگانه فرد اجتماع از شاید همون قرن 18 هم خب خیلی مسئله ساز شده، یعنی از شما آثار ای بسا مثلا حتی از لویاتان هابز بگیرید به یه معنای تاب دیگه در اوجش روسو. من صدای آی بیگ دلی رو ندارم. بله دوستان صدای بنده قطع شده، اگه صدای بله باز شد الان درست شد، الان ببخشید. و این دوگانه فرد اجتماع در روسو در دیگران خیلی چیز تا به هگل رسیده و تا بالاخره قرن، یعنی میخوام بگم که خیلی بیچالش نبوده در خود اندیشه مغرب زمین، و به نظر میاد که اونجا لیبرالیسم یه نسبتی به تدریج پیدا کرده با سوسیالیسم و اینا به یه ترکیبی رسیده. حالا ممکنه ما در ایران به چنین ترکیبی نرسیده باشیم، یعنی اونجا بعد از یه منازعه تاریخی انگار به یه وفاقی، به یه نقطه وفاق شاید رسیده باشن که ما فرد و جمع و منافع فردی و منافع جمعی رو بالاخره چجوری جمع بکنیم، و شاید پایگاهش الان دیگه سوبژکتیویست نباشه، نمیدونم. یعنی میخوام بگم که سوالم اینه که الان اون کلان تئوری مغرب زمین برای جمع این دو طرف مسئله چیه؟ ببینید حالا من اول به سوال شما پاسخ میدم بعد به فرمایشات جناب آقای علیزاده. در خدمت. هر شود که وقتی من فرد لیبرالیسم وقتی از فرد حرف میزنه یا آقای علیزاده میگن هایک، فردگرایی ایندیویدوالیسم یک تئوری اجتماعیه، اینو باید فهمید. این نیازی نیست که ما از هگل نمیدونم کت بیاریم. هگل خودش با خوندن آدام اسمیت هست که اون تز خدایگان بنده رو میده. این چیزایی که آقای علیزاده افاضاتی که فرمودن راجع به فلسفه خیلی جالب بود، البته اشتباهات بزرگی هم داشت. ادمون برک لیبرال نیست، ادمون برک محافظه‌کار. لیبرال ها رو با محافظه‌کار ها اشتباه نباید گرفت، اینا دوتا پدید است. هایک یک مقاله‌ای داره به نام چرا من محافظه‌کار نیستم. لیبرالیسم محافظه‌کاری نیست، لیبرالیسم دست راستی بودن نیست. اینا همون ناسزاهایی که اینا درست کردن. ببینید لیبرالیسم، مفهوم مخالف لیبرالیسم رو من روشن بکنم بحث روشن میشه، و اون فرمایشات آقای علیزاده رو اونجا من پاسخ میدم که سال 68 به بعد چی شد. ببینید در لیبرالیسم جامعه با قانون اداره میشه. در مفهوم مخالف لیبرالیسم میشه جامعه‌ای که با دستور اداره میشه. تفاوت اینجاست. مفهوم مخالف لیبرالیسم سوسیالیسم فقط نیست. مفهوم مخالف لیبرالیسم صنع‌گرایی، ساختن جامعه است، برساختن جامعه است، مهندسی جامعه است. گرفتاری ما امروز اینه. ما در ایران امروز ما همه چیز رو میخواییم بسازیم، فرهنگ رو میخواییم مهندسی کنیم، اقتصاد رو میخواییم مهندسی کنیم، آزادی رو میخواییم مهندسی کنیم. نمیشه آقا، داستان اینه. داستان این نیست که لیبرالیسم به فرد فقط میره، انسان فرده دیگه. ولی لیبرالیسم نافی جمع نیست، لیبرالیسم اتمیزه شدن انسان نیست. اینا چیزهایی که چپ ها مارکسیست ها در آوردن. شما توی اندیشه آدام اسمیت نگاه کنید، اون شبکه پیچیده مبادلات که جامعه بازار، نظام بازار رو تشکیل میده، همه انسان ها رو به هم متصل میکنه. چطور اتمیزه؟ یعنی چی؟ جامعه منسجم تر از جامعه بازار شما نمیتونید پیدا کنید. منتها ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که جامعه لیبرال، جامعه آزاد با دستور اداره نمیشه، با حاکمیت قانون اداره میشه. همه تابع قانون هستند، باید باشن. خب تفاوت اینجاست. اما اون چیزی که آقای علیزاده فرمودن از سال 68 به بعد چه اتفاقی افتاد؟ اولا اون چیزایی که راجع به
نمیدونم IMF و فلان اینا میگن. اولا حالا شاید نمیدونم آقای علیزاده آشنا نیستن لابد. من هیچ اعتقادی به IMF و بانک جهانی ندارم. اینها و حتی سازمان ملل. اینها یه بوروکراسی های برساخته هستن. بوروکراسی هایی هستن که عمدتا در جهت منافع اون کسایی که نارو درست کردن عمل میکنن. بانک جهانی یک روز یک توصیه میکنه برای کشورهای مختلف، یه روز دیگه توصیه متفاوتی میکنه. من هیچ کدومش رو قبول ندارم. و این که میگن بعد از سال 68 این اتفاق افتاد که رفتن گفتن آقا نمیدونم شما باید بیاید، از این حرفا نیست. اون کسایی که البته من هیچ وقت تو دولت نبودم، مسئول نبودم، ولی خب آشناهایی دارم، دوستانی دارم، بودم، اون جریان ها رو نوشتن داستانشو. اینا همش افسانه هاست که در آوردن. اما مسئله چی بود در سال 68؟ مشکل چی بود که اون اصلاحات رو آقای هاشمی رفسنجانی شروع کرد؟ مشکل 10 سال اقتصاد دولتی، اقتصاد دستوری بود که کشور رو از نظر اقتصادی به خاک سیاه نشونده بود. خب آقای علیزاده اون موقع فکر میکنم که نوجوان بودن، یادشون نمیاد شاید که سال 67 68 شما میرفتید سوپرمارکت ها، غیر از کنسرو چیزی پیدا نمیکردید، توش نبود. خب در واقع عملکرد اون اقتصاد دولتی بود که بنبست ایجاد کرده بود. سال 67 50% بودجه کشور کسری داشت. 50%. چطوری میشه یک کشور اینطوری اداره کرد؟ 50% بودجه کسری داشته باشه. حالا یه عده میگن دوران طلایی نمیدونم 10 ساله اول. کدوم دوره طلایی؟ اتفاقا ریشه های فسادی که بعضا در اقتصاد ما ریشه دووند، رشد کرد، بالا آمد، در همون دهه 60 اقتصاد دولتی، اقتصاد دستوری، اقتصاد کوپنی، سرکوب قیمت ها که این بدبختی رو درست کرد، مملکت نمیشد اداره کرد. حالا اومدن چیکار بکنن؟ آقای هاشمی اومد چیکار کرد؟ اومد گفت که یه خورده اصلاحات انجام بدید، یه خورده بریم بازار، طرف بازار، یه خورده قیمت‌ها رو به اصطلاح از اون حالت دستوری صرفش خارج کن. خب یک مختصر، خیلی مختصر آزادسازی، یه مختصرم خصوصی سازی کرد. از همون زمان، از سال 70، حالا اون موقع نمیدونم آقای علیزاده اون نوشته های من اون موقع خوندن یا نه نمیدونم، از همون سال 70-71 من در مجله ایران فردای آقای صحابی که اون موقع منتشر میشد، آقای صحابی هم میدونید که از روشنفکران چپ در واقع جمهوری اسلامی بود، اونجا من نوشتم که مقدمه اصلاح اقتصادی آزادسازی، نه خصوصی سازی. اول آزادسازی بعد خصوصی سازی، و الا خصوصی سازی تبدیل میشه به فساد. آقای دکتر یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید. بله، بنابراین اون چیزی که اتفاق افتاد میدونید چه بود؟ اتفاق افتاد اون اصلاحاتی که آقای هاشمی شروع کرد از روی ناچاری بود، نه اینکه بخوان، نه اینکه دلشون بخواد، و انقدر هو جنجال کردند از چپ و راست. ببینید راست و با لیبرال قاطی نکنید، چپ و راست با آقای هاشمی انتقاد کردند که آقای هاشمی در برنامه دوم، دوره دوم ریاست جمهوریش کوتاه اومد، عقب نشست، همه اون کرده ها رو برگردوندن تقریبا. اصلاحات اصلی اقتصادی که صورت گرفت در دوره آقای خاتمیش صورت گرفت، در برنامه سوم، در زمان
چپهای سابق که شده بودن اصلاح طلب، اونا اتفاقا اصلاحات اقتصادی درست درمونی را انجام دادن، به طور نسبی البته. اونا هم نتونستن جلو ببرن اونجا. هم دیگه میدونید دیگه این مملکت، ببینید داستان اینا، وقتی من میگم که اقتصاد آزاد در مقابلش اقتصاد دستوری، اینه که وقتی شما در یه جامعه زندگی بکنید که با دستور اداره بشه، هیچ کاری رو نمیتونید به صورت مدرنش، به صورت امروزیش به نهایت برسونید. الان که خیلی نجات ببخشید، یه سوال من بپرسم برای اینکه جمع‌بندی هم بشه، حدود 10 دقیقه. آقای دکتر، میشه ما رویکرد لیبرالیستی داشته باشیم اما لزوما به کپیتالیسم و سرمایه‌داری نرسیم؟ یعنی این دوتا نسبتشون چطوره؟ ببینید، بعد سوال خیلی خوبیه، سوال خوبی اتفاقا. با اون سرمایه‌داری و کپیتالیسم، میدونید که در قرن 19 هم این واژه رو ابداع کردن و بعد این مارکس گرفت اون رو پیراهن عثمان کرد، سرمایه‌داری، سرمایه‌داری. قبلا سرمایه‌داری نمیگفتن، اقتصاد بازار میگفتن، مارکت اکانومی بود. خب سرمایه‌داری انقدر مصطلح شد در قرن 19 هم که دیگه طرفدارای اقتصاد بازار هم گفتن اون سیستم ما حاله همونه دیگه، سرمایه داری. خودشون هم به خودشون گفتن سرمایه‌داری. ولی سرمایه داری الزاماً اقتصاد بازار نیست. نیست. اقتصاد آزاد نیست. سرمایه داری میتونه اقتصاد دولتی باشه، مثل مرکانتیلیسم که کتاب آدام اسمیت بر علیه اونا در انتقاد از اونا نوشته شده، کتاب آدام ثروت ملل. و میتونه امروزه هم میدونید دیگه سرمایه‌داری مافیایی داریم، سرمایه‌داری دولتی داریم، سرمایه‌داری رفاقتی داریم که به اعلی درجه در کشور ما گرفتار این نوع سرمایه‌داری هست. اون چیزی که در کشور ما وجود نداره اقتصاد بازاره، اقتصاد بازار آزاده. اقتصاد ما اقتصاد دستوریه. ببینید، من اینو باز تکرار میکنم، آقای علیزاده افاضات خوبی کردن ولی نگفتن که بالاخره منظورشون از لیبرالیسم چیه. خب لیبرالیسم تعبیرهای مختلفی داره. بله، من هم میدونم در لیبرالیسم، مثلا در آمریکا به حزب دموکرات رادیکال هاش میگن لیبرال. این چون لیبرالیسم رو از مفهوم واژه لیبرالیسم از محتوا توهی کردن، اینه که اون لیبرال های مهم فیلسوفای لیبرال مثل هایک و میزس گفتن که آقا ما لیبرال کلاسیک هستیم، لیبرال به اون معنی که در قرن 19 هم میگفتن. بسیار مشکل. نه اون لیبرالی که در آمریکا و در نمیدونم انگلستان میگن. الانم که من میگم لیبرال، ببینید تموم میکنم، الانم که من میگم لیبرال به معنی فرانسوی کلمه داریم میگیم لیبرال، داریم با اون مفهوم فرانسوی کلمه که رایج هست داریم بگیم لیبرالیسم. فکر میکنم آقای علیزاده منظورشون اینه، منظورشون همون لیبرالیسم فرانسوی هست که اونجا البته هیچ طرفداری هم تو فرانسه نداره، همه میزنن تو سرش. بیاد که همون تعبیری که آقای علیزاده دارن، همون روشنفکرهای فرانسوی مثل میشل فوکو، دریدا و نمیدونم این و اون، همون حرفا رو میزنن. بسیار متشکرم. آقای قرین‌نژاد، من خواهش میکنم که در دور بعدی، چون وقتمون هم یواش یواش داره به انتهای برنامه نزدیک میشه، یه مقدار کوتاه‌تر صحبت بکنیم که رفت و برگشتمون یه مقدار گزاره‌ها رو. آقای علیزاده، در خدمت شما هستیم. من فقط بحث رو با این پرسش رو نکته آغاز بکنم که ببینید، شاید یکی از نقاط قوتی که لیبرالیسم داشته و در طول 200-300 سال گذشته شاید یه جورایی مکتب اصلی و جریان اصلی اقتصاد بوده، اینی که حداقل ادعای لیبرالیسم، ادعای روی کاغذ لیبرالیسم، حداقل اینی که من یه نظریه پیشرفت، یه نظریه توسعه و همزمان یک نظریه عدالت و یک نظریه اجتماعی هم هستم. یعنی اتفاقا ادعا اینه که، سخن اینه که اگر شما توسعه میخواید، اگر عدالت میخواید، راهش اتفاقا لیبرالیسمه
و به قول یکی از شارحین آدام اسمیت میگه بزرگترین کشف آدام اسمیت اینه که خیر عمومی از قبل پیگیری مجدانه خیرهای خصوصی و شخصی و فردی میگذره. اتفاقا اگه شما این کار رو بکنید به خیر عمومی میرسید، اصلا در تعارضی نیستن. میخوام حالا با این مقدمه آغاز بکنیم که بالاخره از این ورم هیچ موقع به صراحت مخالفتی با عدالت، مخالفتی با اجتماع، مخالفتی با این و نشده. یعنی میخوام بگم شاید ما داریم لیبرالیسم رو بد میفهمیم. خب حالا من اگه اجازه داشته باشم بعد بگم که آیه بیگدلی عزیز، شما با سوالاتتون دارین به هنر آقای غنی‌نژاد در برساخت دوگانه های ایدئولوژیک کمک میکنید. چون آقای غنی‌نژاد تمامی این سالها یا مقابل کمونیست ها و مارکسیست ها و به شکلی چپ های افراطی نشسته، یا به شکلی بحث خودش رو در مقابل کسانی که از فرهنگ دستوری، از دین دستوری و از به شکلی حالا با خانش های تندروانه از وضعیت داخل ایران هستش گذاشته و از این منظر تونسته خودش رو اون لیبرالیسم مورد نیاز جامعه ایران بده. من تمام حرفم نشان دادن تناقضات در این مفهوم لیبرالیسمی که جناب غنی‌نژاد استفاده میکنه. من همه حرفم اینه که این مفهوم رو ایشون بسیار اکلکتیک یا التقاطی استفاده میکنه. ایشون یک لحظه به رنگ جان لاک در میاد، بعد به رنگ آدام اسمیت در میاد، بعد جایی که لازمه فون هایک میشه میزس میشه و غیره، و اینها با هم دیگه باید ببینیم که کجا با هم دیگه تناسب دارن، کجا سازگار هستن و کجا سازگار نیستن. خب بریم سراغ اینجا. اولا که نماد ادمان برک شما داشتین صحبت میکنیم، من یک بار دیگه نگاه کردم در مقاله که اصلا هایک در مورد این قضیه داره و اتفاقا خودش رو بسیار وامدار ادوان برک میدونه و میگه که من مثل برک به اولد ویک رو آیه دکتر از من بهتر میدونه. یکی از احزابی بود که حزب کانسرواتیو امروز و محافظه‌کار امروز انگلستان از اخلافشه. حزب محافظه‌کار هم لیبراله جناب آیه دکتر. حزب محافظه‌کار هم علاقه‌ای به دخالت‌های اضافی نه دولت، نه پارلمان، نه شاه نداره و به شکلی قدرت رو معتقده که آزادی از اجبار یا قدرت قهریه خودسرانه، یعنی قدرت بی‌قاعده، خواه این اجبار را شاه مقرر داشته باشه، شاه، خواه پارلمان، خواه مردم، میخواد خلاص باشه. و این نکته خیلی مهمه. من همینجا میخوام وایستم. دو نوع لیبرالیسم که من بهش اشاره کردم، یکیش دموکراتیک لیبرالیسمه که از بحث قرارداد اجتماعی روسو و غیره میاد، و یکی دیگه اش همین لیبرالیسم پرایوت پراپرتی محور یا مالکیت خصوصی محوره. مالکیت خصوصی محور، آقای دکتر بعد میپرسم ازشون و امیدوارم که ایشون سریع بگن، اگر ماجوریتی یا اکثریت جامعه بگه که ما مثلا میخوایم آزادی به شکلی مالکیت خصوصی رو ملغا کنیم مثل اول انقلاب، آیا این قابل قبول برای شما؟ چون توی اون وجه لیبرالیسم اگر ارزش‌های اجتماعی رو به صورت دموکراتیک جامعه بسازه ما باید بهش تن بدیم، در حالی که در لیبرالیسم آقای دکتر سگانه حق حیات و حق مالکیت خصوصی اصلا قابل گرفتن نیستش. یعنی اگر 99.9% هم در یک رفراندوم بگن که آقا ما یه دونه کارخونه رو مصادره کنیم، آقای دکتر میگه که شما به چه حقی این کارو میکنید؟ این مال شماست. خب این لیبرالیسم آقای دکتر میگم پرایوت پراپرتی بیسد، بر اساس اونه. و این خیلی تفاوت مهمیه، چون امروز اتفاقی که داره میفته اینه که حرف ما نیست. میگم آقای دکتر، میگم مرتب اینو مقابل امت اسلامی و امت مسیحی و اصلا بحث اینا نیست آقای دکتر، بحث امروز اروپاست که عده‌ای معتقدن، عده‌ای هم که میگم نه کمونیست ها و سوسیالیست ها، روزنامه گاردین، باراک اوباما، بایدن معتقده که اون نو لیبرالیسم شما و اون نو لیبرالیسم هایکی دموکراسی غربی رو به خطر انداخته، لیبرال دموکراسی غربی رو به خطر انداخته. به چه معنی؟ به این معنی که کورپوریشن های بزرگ جهانی تن به بازی اجتماعی نمیدن، میگن آقا ما حق خودمونه، مالکیت خودمونه، دوست داریم که فلان جنگل رو خراب کنیم، به کسی هم ربطی نداره، پولشو میدیم، ما دوست داریم که فلان اطلاعات رو بگیریم باهاش دارو بسازیم، وقتی هم که کرونا میشه به شما مردم ندیم، پولشو داریم، حق خودمونه و مال خودمونه. برای همین امر اجتماعی و امر بزرگتر و خیر بزرگتر رو به رسمیت نمیشناسن، میگن که ما کار اشتباه نکردیم، از مالکیت خصوصی خودمون داریم دفاع میکنیم، به مالکیت خصوصی کسی هم تعدی نکردیم. بحث استیت سرویلنس یا واقع این سرویلنس هایی که داره دستات خیلی بزرگ انجام میشه، بحث بیگ دیتا ها، بحث جنتیک انفورمیشن، تمام مسائل امروزی جهان دعوای و نگرانی این قضیه است که نئولیبرالیسم
داره دموکراسی غربی رو به خطر میندازه، نه چیز دیگری. خب برای همین اصلا شما ایران رو فراموش کنید، چون لیبرالیسم کلمه ایرانی نیست. اگه میخواین در مورد مشروطه و ایران حرف بزنید بفرمایید، اما اگر میخواین در مورد لیبرالیسم صحبت کنید که از فون هایک و میزس اومده، تمامی متفکران غربی از این الان نگران هستند. باید دقت کنید که همفکران جناب آقای دکتر در آمریکا به باراک اوباما میگن کمونیست. دقت کنید، چون آقای دکتر در مصاحبه مناظره قبلی هم خیلی کلمه کمونیست استفاده کرد، خیلی بس خیلی وسیع استفاده میکنن نئولیبرال ها کلمه کمونیست رو. به باراک اوباما، چون اوباما کر رو آورد و میگفت باید بهداشت عمومی باشه برای فقرا تو خیابون نیفتن اگر میخوان چیزش، به اون به اوباما میگفت کمونیست. الان به بایدن میگن کمونیست. خب و معتقدن که دولت باید تبخیر شه، تسعید شه. کارش اینه که گذاشتن حقوق و قوانین کلیه، در کارهای دیگه نباید دخالت کنه. سوال از آقای دکتر اینه، در جهان آقای قنی‌نژاد آموزش باید کلهم اجمعین خصوصی شه. بچه‌تون پول داره بره مدرسه غیر انتفاعی، نداره نره درس نخونه. بهداشت برای آقای قنی‌نژاد الان تو ایران ارزونه، بیمارستان‌ها هنوز چند تاشون دولتیه و در جهان فکری آقای قنی‌نژاد که تلفیق التقاطیه از لاک تا فون هایک و میزس و همش با هم دیگه، نباید یک دونه بیمارستان دولتی هم باشه. اگر ندارید بروید و بمیرید. ایشون در برنامه در مورد کرونا بود، گفتن صراحتن، گفتن کشور فقیر بعد چیکار کنن، گفتن برن ثروتمند شن تو در بحران بعدی از کرونا نمیرند. ایشون همچنان هم معتقده که در شهریور 1398 معتقده که شرایط استثنایی وجود نداره، شرایط بحرانی وجود نداره و ما باید در اصلاحات ساختاری رو انجام بدیم، بنزین رو گرون کنیم و برای دو ماه بعدش خب می‌بینیم که در آبان 98 چه اتفاقی میفته. برای این اصلاح ساختاری که ایشون میگن در همه شرایط فارغ از وضعیت بیرونی تاریخی، وضعیت جغرافیایی، به یک سان به شکل همگن باید انجام شه. برگردیم به سال 68 و آقای رفسنجانی. آقای قنی‌نژاد در دهه 70، من مصاحبهاشون رو میخونم، چنان بر خصوصی سازی تاکید دارن، همون موقعی که خیلی میگفتن خصوصی سازی شرایطی داره، باید شرایطش مثل توسعه سیاسی، حالا اصلاح طلبا میگفتن، ایده دیگه میگفتن، باید شفافیت، نهادهای ناظر، نهادهایی که نگاه کنه. و آقای قنی‌نژاد خصوصی سازی رو یک فضیلت در خود میدونستن، همونطور که هایک میدونه. چرا؟ این نکته پایانی و مهمه جناب آقای بیگ دادی. برای هایک مهمترین مسئله، آقای دکتر اگه من بتونیم سر همین قضیه توافق کنیم، حداقل به یه جای مشترک برسیم، هایک لیبرال دموکراسی رو از سرمایه‌داری دیلینک کرده، اینا رو اصلا سوا کرده و میگه که ما ارزش داره که پرایوت پراپرتی یا مالکیت خصوصی داشته باشیم و بهش احترام بذاریم، حتی اگر اوتوریتاریان رژیم داشته باشیم، رژیم خودکامه داشته باشیم. از نظر هایک یک کشوری مثل سنگاپور ترجیح داره به کشوری مثل سوئد مثلا، که توش مثلا ممکنه که قوانین سوسیالیستی و سوشال ولفر زیاد باشه. برای هایک مالکیت خصوصی و رشد سرمایه ارجحیت داره، حتی اگر به واسطه دیکتاتوری باشه. برای همین که هایک از پینوشه ای که حداقل چند هزار نفر رو کشت و در گورهای ناشناس دفن کرد دفاع میکنه، برای همین که هایک از سالازار دیکتاتور پرتغال دفاع میکنه، برای همین هایک از تاچری که میگفت جامعه وجود نداره دفاع میکنه و همینطور هم هستش که آقای قنی‌نژاد از کودتای 28 مرداد دفاع میکنه و میگه کودتا نبود. چرا؟ که معتقده که بخش خصوصی، که حالا ایشون معتقده الان میگه که بخش خصوصی ما رفاقتیه، اون موقع میگفت رفاقتی بهتر از غیر رفاقتیه. دقت کنید در دهه 80 آقای دکتر فکر میکنن که ما حافظه نداریم، ما نسل بعد از اینترنتیم، با یه دونه سرچ ساده به مصاحبه 83 و 84 و 85 شما هم دست داریم که شما میگفتین که خصوصی سازی اگر بیاد بعد با خودش لیبرال دموکراسی رو میاره. حالا در سطح جهانی که ما میبینیم اتفاق نیفتاده، در سطح جهانی چین الان داره از آمریکا سبقت میگیره و به هیچ وجه هم لیبرال دموکراسی توش قرار نیست اتفاق بیفته و یک رژیم به شکلی مرکزگرای غیر دموکراتیکه. برای همین این موضوع الان در سطح جهان مشخص شده که رشد سرمایه و انباش سرمایه و شکل‌گیری سرمایه‌داری مدرن کارآمد روی پا با بازارهای خصوصی هیچ ربطی به لیبرال دموکراسی نداره. برای همین من میگم اینجا ایدئولوژی دارن به ما میفروشن، به ما لیبرال دموکراسی نشون میدن و میگه اگه میخوای این قاقالیلیو میخوای باید بیت هم بدی بشی خصوصی سازی به هر قیمت، تعدیل، آزادسازی قیمت ها، جهانی سازی، از بین رفتن وظیفه دولت در آموزش بچه های مردم و بهداشت و غیره. حالا خیلی خوشحالم که دکتر حداقل مسئولیت خودشون رو در دهه 70 پذیرفتن، مسئولیتشون در وضعیت فعلی پذیرفتن، چون امروزی که اعلام شده که از 50% بچه های دانشگاه صنعتی شریف، 50% بچه دانشگاه صنعتی شریف به دهک 10 کشور تعلق دارن، 80% برگزیدگان کنکور از دهک های
8 و 9 و 10 هستن، 85% رشته‌های پرطرفدار از 3 دهک بالای جامعه هستن. یعنی ما یک جامعه طبقاتی ساختیم که حتی ملیتمون داره انسجام درونیش رو از دست میده. آقای دکتر میگن که اشکال نداره، حداقل مسئولیت خودشون رو پذیرفتن. من نکته پایانی، ایدئولوژی رسمی آقای دکتر غنی نژاد، مکتب نیاوران، جناب آقای مسعود نیلی و سیاستگزارانی که در این سالها تربیت کردن دانشگاه شریف و غیره، در یک کلمه میخوام بگم ایدئولوژیشون در یک کلمه خودت بماله. شما یادتون هستش که وزیر سابق جناب آقای روحانی با کشاورزی صحبت میکرد، گفت من مشکل دارم اینها، گفت خودت بمال، درسته؟ این دولت وظیفه نداره به تو بهداشت بده، آموزش بده، به تو وسایلی بده که تو بتونی با یک آدم دیگه برابر باشی. این هم من بگم، ببینید برای جامعه ایران خیلی حرفای آقای غنی‌نژاد شیرینه، فقط من بهشون بگم که شیرین نباشه. اگر شما امروز در بچه یک راننده اتوبوس هستین در یک شهرستان کوچیک، وقتی که از دانشگاه احتمالاً آزاد با بدهی فارغ التحصیل میشید، واحد قدرتتون در ایران یک واحده. و اگر بچه یک آقازاده و پولدار و بالا شهری باشید که از مدرسه خصوصی رفته به دانشگاه درجه یک، برام رفته خارج از MBA گرفته و اومده، واحد لحظه روزتون به کار وارد، واحد قدرتتون 1 میلیونه. برای همین هیچ وقت به هم نخواهید رسید، هیچ وقت. این قصه های شاه پریرون موفقیت استیو جابز و غیره رو نذین تو سرتون کنن. نظمی که ما در سال 68 تحویل دادیم نظمی عادلانه بود. بالاترین رقم‌های توسعه انسانی در تاریخ جهان اتفاق افتاد. چایلد مورتالیتی یا مرگ و میر کودکان از سال 57 به سال 68 شما به نگاه کنید، خب سواد آدم‌ها رو به نگاه کنید، میزان به شکلی راه‌ها رو به نگاه کنید و غیره. برای همین جامعه ایران در اون سال‌ها به واسطه فهم اجتماعی مشترک که ما یک بدنیم و سرنوشت من در تهران به سرنوشت شما در اهواز هم مربوطه. برای همین هم حاضر بودن آدم ها برای هم دیگه جان بدن. آقای علیزاده یک دقیقه جنبندی بفرمایید. سوسنگرد کشته بشن. در سوسنگرد کشته شن و این جامعه رو اتمیزه میکنه. وقتی میگم اتمیزه، دکتر فهم میکنن که مثلا باور نکردنیه، میگن که این جامعه به واسطه بازار با هم کار میکنه. معلومه که با هم کار میکنه. آن چیزی که با هم متصلشون میکنه چیه؟ من سهم من، حق من، منفعت من. وقتی میگم اتمیزه سن این، خب هگل که میاد چی میگه؟ میگه اون ایدئولوژی یا اون تفکری که اینها رو به صورت پیشینی پر میکنه، یعنی زبان، یعنی تاریخ، یعنی فهمشون از تعلق، اون پیشینی آقای دکتر، این که دیگه واضحه که من تعجب میکنم، این پیشینیه بر فرد. یعنی فرد ابتدا شکل نمیگیره، بعد با فرد بعدی به واسطه بازار با هم متصل شن. برای تفکر اجتماعی اینه که این فرد همیشه و به هر صورتی always already یک امر اجتماعیه، برای اینکه این فرد تعلقی داره. علی علیزاده تعلقی داره به یک کشوری، به یک فکری، به یک منطقی و غیره. برای همینه که این فرد اجتماعی و این اجتماعیت رو نئولیبرالیسم ازش میگیره و تبدیل میکنه به کسانی که هیچ هدف و غایتی ندارن جز منفعت خودشون. و این منفعت خطر دیگه هم داره. این منفعت اگر ما بلژیکی بودیم هایک خطرناک نبود، چون این منفعت از بلژیک میرفت به آلمان، ولی ما ایرانی هستیم، این منفعت رو به بالا میرسونن، بعد پولا رو میبرن تو ترکیه، تو کانادا، تو انگلیس و جاهای دیگه، از این مرکز هم خارج میکنن. خطرناکترین حرفی که اتفاقی که به واسطه تعدیل ساختاری و نئولیبرال شدن منطق سیاست در ایران، اقتصاد در ایران افتاد، این بود که توسعه ملی رو از بین برد، چون ضد امر ملی بود و ما در وسط پروسه دولت ملت سازی بعد میبودیم. خب بعد دنبال میمونیم که اقتصاد خودمون رو، مرزهای این اقتصاد رو، رابطه این اقتصاد و نقش دولت رو بتونیم با بقیه جهان تنظیم کنیم. بسیار و یک دفعه اینها اومدن گفتن دولت بره کنار، بخش خصوصی که واضحه که از دلش چه بخشی اومد بیرون. بسیار متشکرم علیزاده. خواهی دکتر غنی نژاد، آقای علیزاده یه فهرستی خلاصه. بله. بالاخره ما نفهمیدیم که آقای علیزاده مشکلش با لیبرالیسم چیه. ظاهرا میگن ایشون که با لیبرال دموکراسی مثل که مشکلی ندارن. لیبرال دموکراسی خوب، از بایدن و از نمیدونم اوباما دفاع میکنن. خب خیلی جالبه. من ندیده بودم جای آقای علیزاده. من با اونها مشکل ندارم، دوستان شما با اونها مشکل دارن، بهشون میگن کمونیست. آره دیگه، یعنی میگن که لیبرالیسم به اونها میگه کمونیست. پس شما هم لیبرال دموکراسی رو قبول دارید؟ ما نقدمون به لیبرال دموکراسی جناب آقای غنی نژاد به این خاطر نیستش که به مثلا چند به قدر کافی تو سر فرد نمیزنه یا فرهنگ دستوری نمیذاره. نقد ما به لیبرال دموکراسی اینه که وظیفه خودش رو در حمایت از جامعه انجام نمیده و
نمیگذاره که افراد در جامعه با فرصت‌های برابر به اون لحظه رقابت برسن. کسی از رقابت بدش نمیاد. ما به شدت علاقه من به رقابت هستم. شما خب. جای اشتباه اومدید. من رو با دوستان کمونیست و به شکلی امتگرا و غیره اشتباه گرفتید. برعکس ما معتقدیم که افراد باید فرصت برابر بهشون بدن بعد بتونن رقابت کنن. وقتی که شما آموزش رو خصوصی کردی، وقتی که همه وجوه رو خصوصی کردی، وقتی مسکن از 51% جامعه ایران اجاره نشینه و بچه‌هاشون هم اجاره نشینن، این رقابت نیستش. این بازی از قبل به صورت تقلیدی خب اینا رو گفته دیگه، اینا رو تکرار می‌کنن، تقسیم شده. خب واقعاً نشد. به نظرم اون اصلی ترین ضرب آهنگ مسئله اینه که بالاخره شما محدوده وظایف دولت رو کجا میدونید؟ خب دولت توی نظام اقتصاد شما بالاخره وظیفه داره یا نه؟ بله ببینید، ما باید با واقعیت ها صحبت کنیم. با شعار دادن که مسئله حل نمیشه. که شعار بدی آقا نمیدونم این میخواد اینا میخوان له کنن فلان کنن. اولا اینو بگم که آقای دوست شعار رو شما میدی که میگی فرهنگ دستوری که رو به مردمی که مثلا چم از فرهنگ جمهوری اسلامی دلزده هستن و دلجو شما امتگرایی شعاری گفتی، فرهنگ دستوری شعاری گفتی، همه این حرفا رو در قالب جامعه ایران بسته‌بندی ایدئولوژیک کردی و شعاری صحبت کردی. من خیلی سوال ساده میکنم، شما به کدوم سنت لیبرالیسم متعلقه؟ شما به خاطر فرد دانشگاهی و آکادمیک هستی. الان میگم شما میدونید که اگر اجازه بدید لیبرالیسم وجود نداره. آره میفرمایید توضیح بدم آقای قینجان. اگر اجازه اسلام داعش هست، اسلام آیت الله سیستانی هم هست. اگر اجازه بدید میگم. بله بفرمایید آقای قینجان، بفرمایید. من به لیبرالیسم اعتقاد دارم که انسانی باشه. یعنی چی؟ لیبرالیسمی که پاش روی واقعی روی زمینه. ببینید شما یه چیزایی راجع به هایک گفتید همش نادرست بود. شما گفتید که هایک میگه که اصلا دولت هیچ نقشی در کمک به مثلا معلولین و نمیدونم ناتوانها اینا نباید داشت. شما اون سه جلدی که اشاره کردید من از هایک ترجمه کردم، البته شما نیاز ندارید فارسیشو بخونید، انگلیسیشم در دسترس شماست. اگر میخوندید میدیدید که هایک این چیزا رو نمیگه. هایک میگه که جامعه که بتونه از ناتوانهاش دفاع بکنه، حمایت بکنه، کجا اونا را رد کرد؟ شما پس نخونده تا یک رو درست نخونده. جلد دوم اون سه جلدیش رو بخونی اونجا توضیح داد. یک دوم آی دکتر ببخشی من هایک رو زندگی کردم به علت 23 سال زندگی در غرب، عذر میخوام این جمله رو بگم، به علت 23 سال زندگی در انگلیس، انگلیس پس از تاچر، من هایک رو هر روز زندگی کردم. روزی که من به انگلستان اومدم ادویکیشن و دانشگاه سالی 1000 پوند بود، روزی که من از دانشگاه رفتم سالی 15000 پوند بود. بیمارستانی که من در سال 2000 وارد شدم بیمارستانی بود که برای همه جا داشت، بیمارستانی که سال هفته پیش رفتم یک ماه منتظر شدم برای شکستگی ساده. من برخلاف شما غرب رو به عنوان فیلی که در تاریکی بهش دست دادم ندیدم. غرب رو از درون 23 سال زیستم، با همه نهادهاش زندگی کردم و میدونم که چیزی به اسم بازار آزاد وجود نداره. بازار آزاد در کنار جامعه مدنی، در کنار دولت، در کنار اتحادیه‌ها، در کنار گروه‌های مختلفی و اینها همدیگه رو بالانس می‌کنن. برای همین من اتفاقا با هایک هم آشنا هستم. هایک اما هایک شما کجا برای شما اگر اجازه بدید منم صحبتام می‌کنم. کجا برای بفرمایید آقای علیزاده؟ به نظرم چون ما 3 ثانیه هم تاخیر داریم، اینو دار حرفات که تو حرفم میشه، نه حرف بله. شما رو میشنویم نه حرف آقای قینجان. به خاطر بله. اگه حضوری بود میشد یکم خلاصه تا یه مقدار بعد فاصله مزاحمه. من دیگه وارد حاشیه ها جزئیات نمیشم. خب پس شما مدیریت کنید، کوتاه کوتاه رفتار بله، کنید. بفرمایید آقای قینجان. آقای علیزاده میفرمایند که مشکل ایران لیبرالیسم و نئولیبرالیسمی که نمیدونم بانک جهانی و غرب و نمیدونم IMF به ایران تحمیل کرد. خب من میگم که جناب آقای علیزاده دوست عزیز، من که منم در ایران زندگی میکنم، وقتی که در اقتصادی که همه بازارهاش دستوریان، من میگم همه بازارهاش، یه دونه بازار آزاد نداره این کشور، بازار پولش دستوریه،
بازار مالیش دستوریه، بازار کارش دستوریه، بازار کالاش دستوریه، بازار خدماتش دستوریه. این چه نسبتی با لیبرالیسم داره؟ لیبرالیسم یعنی آزادی، یعنی بازار قیمت تعیین کنه. در این مملکت کدوم بازار کار میکنه؟ همه بازارها مخدوش شده، همه بازارها رو دولت دخالت کرده، همه بازارها رو ریخته به هم. گرفتاری ما اون اقتصاد دستوریه که ما الان تو باشیم. لیبرالیسم کجا بود؟ لیبرالیسم در ایران وقتی حرف بزنه چه فانتزی شوخیه، مرغ پخته بهش خندش میگیره به این حرفا، دیگه آقا در ایران لیبرالیسم مردم رو فقیر کرده، مردم رو بیچاره کرده. کجاست این لیبرالیسم؟ پس ما چرا نمیبینیم؟ آقای دکتر برنژاد، اون نکته مسئولیت دولت هم بفرمایید. ببینید اتفاقا بخش خصوصی، بخش خصوصی کجاست؟ اصلا بخش خصوصی ما نداریم. یه بخش خصوصی ضعیف تو سری خورد درست کرد. بخش خصوصی کجا بود؟ خصوصی سازی، خصوصی سازی، همش خصولتی شد، همش دولتی شد. اینا خصوصی کجا بود؟ هم با همه بله اولش گفتن خصوصی سازی میکنه، من ازش دفاع کردم، بعد دیدم همش بازیه، بعد دیدم همش دولتیه، دولت پشتشه. اسم خصوصی سازی رو گذاشتن واگذاری. واگذاری به کی؟ واگذاری به عمه و خاله و پسر عمو پسر خاله. اینجوری شد دیگه، واگذاری بخش خصوصی نشد. بخش خصوصی واقعی ما نداریم. خب در این شرایط شما بیاید بگید که مشکل ما لیبرالیزمه، لیبرالیزم اقتصادیه. خب من میگم شما در فضا فضایی فکر میکنید دیگه، در کجا زندگی میکنید؟ در ایران؟ در ایران همچی چیزی هست؟ تنها بازار، ببینید تنها بازارهای محدود و کوچک که دولت توش قیمت گذاری نکرده. من یه مثالشو بزنم، صنعت شکلات سازی در ایران. دولت چون حساسیت نداشتی که شکلات قیمتش چی باشه، بهش گیر نداد. تنها بازار مشخص، خیلی هم کوچیک محدود، تنها صنعت از معدود صنایع موفق کشور ما تو بخش خصوصی همین صنعت شکلات میتونه صادر کنه، داره صادر میکنه. ببینید لیبرالیسم میدونی یعنی چی؟ لیبرالیسم یعنی این که دولت سر به سر مردم نذارید، بذارید مردم کارشونو بکنن، بذارید مردم فعالیتشونو بکنن. لیبرالیسم خیلی ساده است. لیبرالیسمی که آقا برای همه چیز دستور ندید، بذارید قانون حاکم باشه. توی مملکت قانون حاکم نیست. کجاست قانون؟ آقای دکتر قینجاد کوتاه بفرمایید که این مقدار وقتمون کمه. حالا دوستان شبکه هم اگه وقت بدن خوشحال میشیم که این مقدار بحث کنیم. که وارد چای بیگ داگ اصلا آره من به نظرم آقای قینجاد یه بزرگواری بفرمایید که بحث ذره بچرخه که این مقدار ادعا و تیزی بحث روشن بشه. من فقط میگم ویژگی مهم لیبرالیسم حکومت قانونه، حاکمیت قانونه. کجاست در ایران؟ کجاست این حاکمیت قانون؟ نه تنها در اقتصاد نیست، در جای دیگه هم نیست. فرهنگ ما هم فرهنگ دستوریه. بله مسئله های علیزاده، مسئله اقتصاد دستوریه دیگه. یعنی میفرمان شما تو اقتصاد دستوری ایران چجوری اسم اقتصاد دستوری گذاشتن لیبرالیسم؟ آخر این چجوری مشکلاتو به لیبرالیسم خنده نسبت داده. میدید بله بسیار آی بیگ دلی اگه ازبین که من جواب بدم خوش میکنم از شما برای اینکه خود بحث بگره و وقتی هم نمونده. بسیار خوب، حالا اولا که اتفاقا نکته خیلی نکته جالبیه و من دقیقا همینجا اولا اینکه آی قنی‌نژاد دو تا کار میکنن. من میخوام بحث روش شناختی کنم. آی قنی‌نژاد عواملی رو میگیرن و این عوامل رو انتزاعی ابسولوتایز میکنن، به قول فیلسوفا مطلقی میکنن، مطلقه میکنن و این رو خارج از فضا و زمان و مکان بدون اینکه به شکلی رابطه‌اش رو با بقیه نشون بدن. یه موقعی در مورد بازار آزاد میگفتن، میگفتن بازار آزاد گناهی نداره، هر گناهی که هست از بقیه است. بازار آزاد خودش چه گناهی داره؟ یه جایی که یه اتفاقاتی میفته خب و یه جور الهیاتی میسازن حول بازار آزاد. الان امشب تو این برنامه چون تکنیکاشون متفاوت میشه، امشب در این برنامه از لیبرالیسم دارن یک امر قدسی میسازن. جناب آقای قنی‌نژاد ما با لیبرالیسم هیچ گونه مشکلی نداریم،
اصلا بحثمون هم لیبرالیسم نیست. شما یه کلمه ای ساختید که پشت اون سنگر گرفتید. ما از لیبرالیسم چی کار داریم؟ ما با این جمله شما کار داریم که میگید در ایران چون اقتصاد دستوری است، چون همه چیز رو دولت در دخالت میکنه و از اینجور. من این مثال نقد بذارم که فرق نشون بده مخاطب ببینه که چگونه این حرف اگرچه به دل مخاطب میشینه اما واقعیت نداره. بازار مسکن در ایران، بازار مسکن در ایران که همه عوامل هم توش دخیل هستن، مثال نقض کامل آقای قلی‌نژاده که همه عوامل هم رفتن کنار اما هنوز هم به تعادل نرسیده. 51% در ایران، در تهران فقط، به شکلی بدون خانه هستن. خب حالا موضوع بعدی، من میخوام بگم که آیا در ایران نئولیبرالیسم اتفاق افتاده یا نیفتاده. سوال امروز شب 1 میلیون دلاری ما اینه. آقای قلی‌نژاد میگن نئولیبرالیسم وقتی به وجود میاد که حکومت قانون باشه، وقتی به وجود میاد که آزادی باشه و غیره. من میگم که نه، بالاخره اینها نسبیه، به صورت مطلق اتفاق نمیفته. بذارید من شما رو ببرم مقایسه کنم عواملی که ما بهش میگیم نئولیبرالیسم. مقررات زدایی، مقررات زدایی از دولت کجاست؟ کوچک کردن اندازه دولت. اجازه بدید من شما بگم. اجازه بدید من شما بفرمایید. آید در اینجا بسیار عالی. خب ما از سال 68 تا حالا شروع میکنیم موقتی سازی قراردادهای کار. خب چون مقررات قانون کار ایران که باعث افتخار انقلاب اسلامی بود در سال 68 تصویب شد و حافظ و حامی بخش ضعیف‌تر که کارگر مقابل کارفرما بود، خب سال 68 به تدریج ضعیف میشه و ببین چه اتفاق میفته. بیش از 90% نیروهای کار کشور در حال حاضر موقتی، یعنی آقای علی ربیعی میگه در اقتصاد آنلاین سال 93، در حالی که در پایان جنگ بیش از 90% نیروهای کار در ایران با قراردادهای دائم در استخدام کارفرمای خود بودند. خب این نکته جالبیه. از 90% قرارداد دائم ما به 90% قرارداد موقت رسیدیم و آقای قلی‌نژاد معتقد ایران نئولیبرالی نیستش. دقت کنید، کاهش خدمات دولتی برای مثال فقط در حوزه آموزش عالی. آموزش عالی رایگان از 80% آموزش عالی کشور در سال 69 به 13% آموزش رایگان در سال 94 فروکاهیده. الان خیلی خیلی بدتره. مطابق آمار ارائه شده بیش از 60% دانشگاه کشور رو در سال تحصیلی 93-94 حق و تدریسی ها، یعنی غیر آموزشگران غیر هیئت علمی اداره کردند. خب یعنی کسایی که به چکی چیزی ندارن، قراردادی ندارن. نخ خب ببینیم مسکن رو ببینیم. بین سالهای 65 تا 95 درصد جمعیت اجارنشین در کل کشور 2.5 برابر شده، از 12% به 31% رسیده. در تهران 2 برابر، از 22 به 44، الان شده 51%. در حالی که مطابق گزارش مندرج سالنامه آمار کشور از سال 95، 35% هزینه کل خانوار در کشور و 44% هزینه خانوار در استان تهران در سال 95 برای اجاره شون بوده، بخش مسکنشون بوده. چه ربطی به موضوع داره آخه اینا؟ چه ربطی به موضوع داره؟ دقیقاً اون چیزی که بهش میگن چه ربطی به لیبرالیسم اقتصادی داریم بحثشو با سلب مالکیتی انجام شده. سلب مالکیت انجام شده، یعنی از سال 69 تا امروز بخش های مردم که می توانستن صاحب مسکن شن و دولت هم وظیفه داشت در دهه 60 بهشون مسکن بده، دولت و دوست شما آقای آخوندی گفته خودت بمال، وظیفه دولت نیست و دولت خارج شده و بازار آزادی شکل گرفته در مسکن که گفتن آقا دقیقاً به روش آدم اسمیت برین خودتون بازار رو مدیریت کنید و این باعث شده 51% مردم تهران اجاره نشین باشن و بقیه چند داشته باشن. خب بریم بقیه رو ببینیم آقای دکتر. خب ببینیم که این یعنی در مسکن لیبرالیسم اقتصادی حاکمه. شما کلمه، من مثلا نمیپذیرم کلمه لیبرالیسم اقتصادی رو از شما دکتر. لیبرالیسم اقتصادی کلمه‌ای است که شما برای چی بس میگید به همه جا لیبرالیسم خراب کرده؟ نئولیبرالیسم اقتصادی. یعنی مقرر زدایی چیه؟ نئولیبرالیسم چیه؟ نئولیبرالیسم من به شما عرض میکنم بفرمایید. نئولیبرالیسم یعنی این، یعنی همون چیزی که هایک میگه. هایک میگه ما دو نوع آزادی داریم، آزادی های مثبت و آزادی های منفی. شما از من خیلی خیلی بهتر میدونید. نه هایک هم حرفی نزده. خب آزادی های منفی هایک هم حرفی نزده. اون حرف آیزیا برلین رو شما دارید. آره مثبت و منفی فکر کنم برای آیزیا برلین. آیزیا برلین میگه هایک هم حرفی نزده. من آزادی مثبت و منفی حرف هایک نیست، حرف آیزیا برلین. حالا من به نظرم الان این بحثش مقدار حاشیه‌ایه، برگردیم به بحث اصلی.
نه دعوای خیلی مهمیه. آی دکتر آی بیگ دیل اجازه بدین. بحث خیلی مهمیه و جای مغلطه نیستش. آزادی های منفی این چی؟ یعنی همین که من این رو دارم. شما نباید در دخالت کنی. برای همین وظیفه دولت اینه که یک قانونی بذاره و از قانون. قانون حق نداره که کارخونه خیامی رو بالا بکشه. قانون حق نداره که مانع من بشه که میخوام تو حیاتم چیکار کنم. آزادی های مثبت این چی؟ یعنی جام حکومت بذاره که من توان بالقوه‌ام رو شکوفا کنم. و هایک میگه این آغاز توتالیتاریانیسمه. از اینجا ما میرسیم به کمونیسم. ببین اینایی که به اوباما، دوستان نئولیبرال، به اوباما میگن کمونیست، برای اینه میگن تو وقتی شروع کنی به کمک کردن به طرفی که فلجه، ته نداره این. کجا میخوای باشی؟ خب بابا از اینجا به اوباما ما چیکار داریم اینجا در ایران؟ برای اینکه میخوام مخاطب بدونه که شما مشکل با جمهوری اسلامی نیست، شما توی آمریکا هم اوباما و بایدن رو کمونیست میدونی. شما دفعه قبل با آقای درخشان میگید کمونیستا، شما چون خودتون آقای دکتر قبل از انقلاب ذهنتون مارکسیستی بوده، اونو چرخوندی و تبدیل شده به میسیونر نئولیبرالیسم در ایران. میسیونر به این معنی که مذهب ساختی شما از نئولیبرالیسم، ذهنتون ساختار مذهبی داره. دقیقاً گرفتی دستتون، همونطور که میسیونرها در قرن 19 هم می اومدن و میگفتن اگه شما مسیحیشی به آفریقا یا رستگار میشی، شما از سال 68 به تمام سیاستگزاران ایران گفتی که اگر این کارها رو انجام بدی دولت دخالتش رو متوقف کنه، پروتکشنیسم و حمایتش رو از کارگران و از تولید کنندگان داخلی متوقف کنه، تم بده به قوانین تجارت آزاد، ایرانیان رستگار میشن. در حالی که گوش دادم، در حرفای من گوش دادم، در سرتاسر تاریخ دولت به حرفای من گوش داده، هیچ دولتی در سرتاسر تاریخ، هیچ دولت، من گوش کردم، هیچ دولتی، من به شما بگم، هیچ دولتی در سرتاسر تاریخ بدون پروتکشنیسم موفق نشده. برای همین داستانی که شما میگی کره جنوبی اومد تجارت آزاد بهش تن داد و موفق شد، این داستان واقعی نیست. شما در مورد چین بارها میگی که چین اومد روستاییاش با هم دیگه مبادله میکردن، تجارت آزاد رو از اینجا حزب کمونیست دید و بعد دیگه رستگار شد. آیا دکتر این قصه ها ذهن سه دهه سیاست گذاران ایران رو مسموم کرده؟ اصلا فکت نیست، اینا افسانه است، اینا سیندرلاست، اینا قصه های هالیوودیه. چینی که همین امروز بیش از 50% شرکت خصوصی هستند، شرکت دولتی هستند، خب دولتی که سفت و محکم سرمایه‌داری خصوصی رو تو چنگش گرفته و گفته تو باید در وظیفت اینه که منافع عمومی، منافع ملی رو تامین کنی، نه اینکه سرمایه‌داری ولنگاری که تو ایران بخوره و بچاپه و بعد پولش ببره به کانادا. شما آی دکتر اونایی که پولشون رو بردن به کانادا سرمایه‌دارا نبودن، اونا رانتخارا بودن. آقای علیزاده آدرس غلط ندید. اونایی که رفتن، اونی که رفت کانادا رئیس بانکی بود که جایزه مدیر ارزشی رو گرفته بود 6 ماه قبلش، بعد پولای بانک ملی رو برداشت برد کانادا. کجا بخش خصوصی بود؟ تمام رانتخارها این پولا رو بردن. بخش خصوصی به من نشون بدید پولشو برده باشه کانادا. بخش خصوصی اصلا پول نداره که ببره کانادا. کجاست بخش خصوصی؟ اینا همه رانتخارا دولتی ها، مدیرای دولتی بودن، این کارا رو کردن. 90% 99% اختلاس در مملکت ما کار مدیرای دولتیه. کجا بخش خصوصی؟ یه دونه شما آدم کراواتی نمیدونم مدیره پیدا بکنید بخش خصوصی که دزدی کرده باشه. همه دزدا کیان مدیرای دولتی بودن. من همینجا توضیح بدم، همینو توضیح آقای علیزاده. شما بگید باز لیبرالیسم، لیبرال مداخله در بحث مهمه که بیداری. سه تا صدا حداقل قاطی نشه. بفرمایید بفرمایید. درست میگی دکتر، اتفاقا درست میگه دکتر، دقیقا درست میگه. در ایران بخش خصوصی، واقعا خصوصی، ضعیف، نحیفه و ما باید اتفاقا ازش حمایت کامل کنیم. وقتی ما میگیم خصوصی آی دکتر، پاتون رو زمین واقعیه. یا شما ایران رو نمیشناختی سال 68، یا با سیاست آشنا نبودی، یا با استیت و معماری حکومت آشنا نبودی. در ایران واقعی سال 68، کشور تازه از جنگ آمده، کشوری که تازه 10 سال بودش، 11 سال بود به استقلال رسیده. چون ما قبل از 57 که استقلالی نداشتیم، که دولت ملتی نبودیم، یک کشور وابسته پیرامونی بودیم که نفتمون رو کنسورسیوم داشت دزدی میکرد و شاهمون یک چه میدونم دلالی بود که تازه میخواست از کنسورسیوم سهمشو بگیره. ما در سال 57 متولد
سال 57 ما متولد شدیم و سال 68 ما 11 سالمونه که 8 سالش جنگ بوده، در اون کشوری که نه نهاد نظارتی هنوز ساخته شده، نه مجلس قدرتی داره، نه قوه قضاییه هنوز قوام گرفته. هر کس که میگفت خصوصی سازی میدونست که از توش همین خصولتی سازی به شکلی رفاقتی میاد بیرون و ادعی اون موقع داد میزدن. فرشاد مؤمنی ادعا میکنه که در جلساتی داد میزد که آقا این خصوصی سازی به همین رفاقتی سازی میرسه و شما میگفتید که نه خیر، این خصوصی سازی فضیلت در خوده، خودش چه میدونم خودش میتونه موفق شه و ما رو دموکرات هم بکنه. من همه حرفم اینه آقا، دنبال این هستی که دولت کوچیکه. شما براتون فرق نمیکنه که دولت که کوچیک شد دست دوز بره یا دست مردم خوب بره، از دولت شما بدتون میومد. دولت رو یک امر مزاحم میدونستید، مثل کسایی که توی شیلی بودن، مثل کسایی که تو پینوشه جنگ. برای همین به ما جواب بدید چرا میخواستید نفت از دست دولت ایران در سال 32 خارج شه و برگره به بریتیش پترولیوم؟ به مردم بگید که چرا از کودتای 28 مرداد حمایت میکنید و معتقدید که نفت ایران دست انگلیسی‌ها بهتر از این که دست دولت ملی مصدق باشه. شما حرفایی که میزنید کاملا بی ربط به موضوع بحث امروز ماست. اول و حرفایی که میزنید کاملا غلطه، دروغه. ببینید سوال کردید پاسخ میدم. من هیچ وقت از کودتا حرف نزدم، در ایران کودتا نشده. خب شما باید تاریخ بخونید، شما تاریخ رو نخوندید، شما تاریخ بخونید. من اینا رو نوشتم، مستند هست، من کتاب دارم. همین اینجا که نمیتونم همه چیز رو توضیح بدم، ولی بحث امروز ما لیبرالیزمه. من میخوام به من نشون بدید که این لیبرالیزم کجای این اقتصاد دستوری ماست. شما نمیتونید بگید کجاست؟ دارم میگم اقتصادی دارم که ببینید بانک که مالکیت عمومی، بانک ما، مالکیت عمومی. ببینید آیا بانک شما نیست؟ این حرف شما نیست، حرف استادتون. اجازه بدین حرف استادتون خواهیه که آقای دکتر، خب که معتقده که معتقد پینوشه یکی از بهترین رهبران دوره تاریخه. چرا؟ چون معتقده که دولت در نهایت اگر دستش اموال عمومی باشه در نهایت به یه جور کمونیسم میرسه، پس بهتره که یک دیکتاتور باشه. برای همین این که شما سال 32 رو کودتا نمیدونید و معتقدید که شاه به حق مصدق رو رفع کرد، ریشه در چی داره؟ آقای علیزاده یک جلسه بذاریم راجع به کودتا بحث میکنیم، ولی امشب موضوع بحث ما لیبرالیسم اقتصادیه. شما به من نشون بدید که این لیبرالیسم اقتصادی کجای اقتصاد دستوری ما هست؟ آیا اقتصاد ما دستوری هست یا نیست؟ قبول دارید که اقتصاد دستوریه؟ آقای دکتر وقتی اقتصاد دستوریه چطوری میتونه لیبرال باشه؟ اقتصاد دستوری چطوری میتونه لیبرالی باشه؟ این معجزه رو شما به من نشون بدید. من همه حرفا شما قبول میکنم. آقای دکتر قایی نجات، فکر میکنم آقای علیزاده یکی دوتا مؤلفه رو در واقع به عنوان شاخص اقتصاد لیبرالیستی در نظر دارن و اون شاخص رو دائما تقویت میکنن. کیه؟ از جمله همین آماری که گفتم به نظر میاد ناظر به اون شاخص های نئولیبرالیستی که دولت میل داشته اعمال بکنه، از جمله در بخش یعنی تعهدش و دولت. ببینید دکتر، من یه بار حرف های علیزاده رو مرتب منظم بکنم شاید کمک کنه. میگن جوهره نئولیبرالیسم این است که دولت در برابر شهروندان تعهدی قبول نمیکنه و میگه که خود شما با دست آزاد، با فرایندهایی که من مداخله نمی کنم، برید خودتون وضعیت اقتصادیتون رو و معیشت خودتون رو درست بکنید. حالا اگر این وسط کسی جاماند، بستگی به نظر شما نسبت به حوزه در واقع دفاع از محرومین، یا ممکنه به صراحت بگید که من یک لیبرال کلاسیک هستم، برید بمیرید همتون، یا ممکنه بگید نه من یه نئولیبرال تعدیل شده هستم، سیاست‌های حمایتی هم برای دو سه دهک پایینم میذارم، ولی اصل اینه که اون 7-8 دهک اقتصاد خودشون برن کار بکنن و دولت تا جایی ممکن تصدیگری نکنه. این جوهره نئولیبرالیسمه. من میگم که مشکل ما اینه که تمام اقتصاد ما دست دولته. بله، حالا آقای علیزاده دولت ناکارآمد، دولت همین فقر رو درست میکنه. حالا آقای علیزاده میگم من کلی آمار به شما میدم که دولت چقدر غیر تصدیگرایانه مواجه شده با وقتی که تمام اقتصاد از بانکش گرفته، از مالش گرفته، از تولید صنعتیش گرفته،
از تجارتش گرفته، همش دست دولته، همش اقتصاد دستوریه. بعد شما میگید که مسئولیت بس بخش خصوصی، کجا بخش خصوصی کو؟ نه مسئولیت دولت بس که ببینید دولت باید وظیفه خودش انجام بده. دولت وظیفهش میدونید چیه؟ چی آقای دکتر؟ نکته همینه. وظیفهش حکومت قانونه، برقرار کردن حکومت قانون. کجاست این حکومت قانون دولت؟ این دولت ما حکومت قانون اجرا میکنه؟ تو این مملکت ما قانون اجرا میشه؟ حکومت قانون شما قبول داری؟ نیست. دولت وظیفه خودش انجام نمیده، برای اینکه یه کار دیگه میکنه. دولت اومده کوپن فروشی میکنه، دولت اومده نمیدونم ارزاق میفروشه، از این بگیرم نمیدونم تخم مرغ بفروشه، نمیدونم گوشت بفروشه، بگیره اینه دیگه. تجارت خارجی دست دولته انحصارا. خب تجارت خب شما میگید که خیلی ناکار آمده دولت، منم همینه میگم. مسئله همینه، مسئله اینه که از اول دولت متصدی امور اقتصادی مردم شده. اونجام که اون بحث قانون اساسی رو من کردم این بود، سنگ اول گفتم کج گذاشتن اینه. سنگ اول کج بذارید همین میشه. دولت اگر متصدی اقتصاد مردم بشه، مردم فقیر میشن، مردم بیچاره میشن، بدبخت میشن، ثروت نمیتونن تولید کنن، همین میشه که الان هست. منتها این اسمش اقتصاد دستوریه، اقتصاد آزاد نیست. بسیار متشکرم. آیا علیزاده شما یه 3-4 دقیقه، چون ما خیلی حرف تو حرف شد، یه 3-4 دقیقه نکاتتون رو بفرمایید. ما هم سعی میکنیم چیزی نگیم بین نکات شما. بفرمایید. بسیار خوب. خب ببینید، به نظرم جای خوبی رسیدیم. من اولا که نئولیبرالیسم یک تفکر سیاسی فلسفی میتونه از خودش دفاع کنه، هیچ گونه مشکلی باش نیست. لیبرالیسم حالا البته خب لیبرالیسم خب دیگه لیبرالیسم کلاسیک مشکلاتش خیلی خیلی بیشتره و مسلماً یه خورده دفاعی سخت‌تره. من مشکلم با التقاطه، مشکلم اینه که آقای دکتر لیز بخورن از یک موضع به موضع دیگه. اگه آقای دکتر یک جا بیستن مثلا همین حرف آخرشون و جمله آخرشون، ما میتونیم به عنوان دو تا موضع متفاوت با هم دیگه بحث کنیم. و این تو آمریکا و انگلیس و فرانسه و جاهای دیگه این بحث بین کسایی که معتقد به دولت رفاه بیشتر هستن و کسایی که نیستن ادامه داره. من مشکلم اینه که آقای دکتر چیزی میگن ولی مطلوبشون چیز دیگه ایه. بس اینجا پس میخوایم مفاهیم رو تدقیق کنیم. اینجا بحث ما بحث حتی فلسفه تاریخ فلسفه نیست، بحث ما بحث آنالیتیکه، تحلیلیه، مفاهیم تدقیق شن. آقای دکتر میگن که لیبرالیسم اقتصادی، میگن که اینجا اقتصاد دستوریه. به من یک اقتصاد آقای دکتر باید نشون بدهد که دستوری نیست. یک اقتصاد در جهان شما نشون بدید، همون اقتصاد همون کشوری که شما در زندگی میکنید، کشوری که شما توش زندگی میکنید اقتصادش دستوری نیست. میگن انگلستان اقتصادش دستوری نیست. آقای دکتر شما پس معلومه که حتی یک روزنامه اقتصادی انگلیس رو هم تا حالا بالا پایین نکردین، فاینانشال تایمز هم نگاه نکردید. انگلیسی که هنوز که هنوز NHS این نشنال هلث سرویس خودش کشور محسوب میشه، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهداشتش، مدارسش مجانیه، دانشگاه برای کسایی که فقیرن مجانیه، دولت داره خونه سازی، شوخی میکنه آقای دکتر، خونه سازی میکنه، 2 سال تمام به مردم به سر کرونا حقوق بیکاری داد. خب و اگر شما معلول باشی تا آخر عمرت حقوق میگیری، اگر شما هم از خانواده فقیر میای بهت پول بیشتری میدن که هم اندازه بشی با بقیه. دولت انگلیس که هنوز این همه از سازمان رفاهش مونده به رغم همه حملات تاچر، دولت دستوریه؟ دولت دستوری نیستش. دولت انگلیس که بعد از سال 2008-2009 دست پای بانک‌ها رو قطع کرد و رگولیتشون کردش، دستوریه؟ دستوری نیستش. بعد ایرانی که توش رئیس بانک مرکزی میگه من زورم نمیرسه به بانک‌های خصوصی، وزیر اقتصادش میگه من هیچ سلطه‌ای رو بانک‌های خصوصی ندارم، ایران دولت انگلیس قیمت کالاها رو در بازار دولت انگلیس تعیین میکنه، نرخ بهره رو دولت انگلیس تعیین میکنه در انگلستان. شما از اقتصاد انگلستان خبر دارید اصلا؟ نرخ بهره در انگلستان توسط دولت تعیین میشه. که... نرخ بهره فقط مسئله است در اقتصاد دستوری یا اینکه نه اینکه 500 میلیارد تن از جیب مالیات دهندگان گرفته بشه؟ در انگلستان قیمت تخم مرغ رو دولت تعیین میکنه، قیمت اتومبیل رو دولت تعیین میکنه،
قیمت خدمات رو دولت تعیین میکنه. ولی دولت میشه کار میکنه دکتر؟ دولت فود بانک داره، یعنی کوپن میده به هر کسی که تخم مرغ نداره. اینو به مردم ایران بگید، به هر کسی که تخم مرغ نداره بهش تخم مرغ مجانی میده. ولی قیمت تعیین نمیکنه، در بازار قیمت گذاری نمیکنه. نه قیمت تعیین نمیکنه، میشه تعیین کنه چون تو جنگ اقتصادی نیستش. اقتصاد انگلستان اقتصاد دستوری نیست، دولت درش مداخله میکنه ولی اقتصادش دستوری نیست. قیمت کالا، خدمات، بانک، اینا همش اقتصاد آزاده. خب یه مقدار فکر میکنم آقای علیزاده باید تدقیق کنید این واژه دستوری و مداخله رو. آقای دکتر اگه واسه حرف من نپرن یه لحظه شما اجازه بدید، چون سوال این اختلاف ساعت واقعا داره کلافه کننده میشه. آقای دکتر دولت دستوری هست یا نه؟ بذارید ببینیم دستوری هست یا نه. وقتی که بحران اقتصادی میشه دولت از جیب من شهروند مالیات دهنده 150 تا 200 میلیارد پوند ور می‌داره که به بانک‌ها بده. خب وقتی که کرونا میشه 500 میلیارد پوند ور می‌داره و به عنوان به شکلی بدهی زمان جنگ باش رفتار می‌کنه، 500 میلیارد ور می‌داره از من می‌خواد که بده و قیمت‌ها رو باش بالا می‌بره بدون که از من رفراندوم بذاره و رأی‌گیری کنه. اگه من بخوام خونه دوم رو بخرم بلافاصله روش مالیاتی میاد که من از خریدنش منصرف شم. اگه بخوام دلار در حسابم داشته باشم باز باید یک مالیات دیگه بدم. به واسطه مالیاتی که من میدم دولت در زندگی من دخالت کامل میکنه. شما یک چیزی میگید که ایران دستوری نیستش. شما میدونید که جایگاه ایران در رنکینگ و به شکلی در نسبت مالیات به جی دی پی کجاست؟ اینو من بذارم به مخاطبان میگم، شاید ندونن مخاطبان، چون آقای دکتر معتقد مالیات گرفتن دزدیه از جیب مردم. یعنی من نگفتم همچین چیزی، مالیات عدد زیادی دزدیه و فقط در شرایط خیلی حاد باید گرفته شه. در فرانسه این مالیات فقط 37% باشه، بعد از فرانسه دانمارک، بعد کشورهای اسکاندیناوی، بعد انگلیس، خود آمریکا 25% نسبت تکس به جی دی پی. و میدونید ایران کجاست آقای بیگدلی؟ ایران 7%. بعد از افغانستان. افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره. افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره و این در این که دخالت دولت در ایران صفره. دخالت دولت در ایران پول صفره. نفت چی میشه؟ پول نفت کجا حساب میشه؟ درآمد نفتی کجا میاد؟ آقا میگم پول نفت چی میشه آقای علیزاده؟ پول نفت چی میشه؟ پول نفت هم یعنی چی؟ خب به جای مالیات نفت رو داره دیگه. نفت مال مردمه دیگه، دولت میگیره پولشو خرج میکنه. یعنی به جایی که مالیات اومدن سی جی تی بگیرن، یعنی بر خانه های خالی مالیات اومدن، بر خانه های خالی مالیات بگیرن. شما و دوستانتون طغیان کردین، نگذاشتید. آیا شما با مالیات بر خانه های خالی دوم موافقید؟ همینجا بگید. از چی دارید صحبت میکنید شما؟ مالیات بر خانه های خالی من کاملا موافقم، ولی این دولت نمیتونه بگیره. میدونید چرا؟ برای اینکه کارشناس درست حسابی نداره، برای اینکه آدمای متخصص بر سر کار نیستن. مشکلات ما ایناست. برای اینکه آدمایی که مدیران دولتی ما هم مدیران دستوری هستند. در انگلستان وقتی که میخوان رئیس بانک مرکزی رو انتخاب بکنند یه پست تخصصیه، آگهی بین المللی میدن. یک ویژگی های این رئیس بانک مرکزی رو، بانک آف انگلند رو، یک کانادایی برنده میشه، یک کانادایی میاد رئیس بانک انگلستان میشه، رئیس بانک مرکزی انگلستان میشه. در ایران چجوری انتخاب میشن؟ بر اساس تخصصه؟ بر اساس پیشینه است؟ بر اساس شناخته؟ یا بر اساس دستوره؟ ببینید مشکلات ما ایناست. مشکل ما اینه که همه چیز جامعه ما دستوریه. شما چرا نمیخواید اینا بپذیرید؟ خب ببخشید دوستان، یه وقتی اگه زحمتی نیست به من بدن که من ببینم تا انتهای برنامه من توضیح بدم. بیگ دلی اینو من توضیح بدم. آقای علیزاده ما 10 دقیقه فرصت داریم. اینجا باشه چشم، ما 10 دقیقه فرصت داریم تا ساعت 12 و نیم به وقت تهران تقریبا. من پیشنهادم اینه که با توجه به اینکه با آقای دکتر قینی‌نژاد شروع کردیم بحثو، حضرت عالی یه 3-4 دقیقه این بخش رو جمع‌بندی بفرمایید که آقای قینی‌نژاد جمع‌بندی کنن و حضرت عالی جمع‌بندی بکنید. الان 3 دقیقه تا 4 دقیقه بفرمایید. من آقای قینی‌نژادم قول میدیم که وسط حرفتون نپریم. بفرمایید.
بسیار خوب. حالا بگذاریم که به شکلی نرخ بهره به شکلی بانک آف انگلند رو دولت حتما روش نقشی خواهد داشت در تعیینش، اما نکته خیلی مهمتر اینه، مثلا یک مقالطه خیلی خیلی جدی اینجاست، اینه که آقا ایران همه چی دستوریه. حالا میگم شما به بازار مسکن نگاه میکنی، به بازار آموزش نگاه میکنی، اینا چیزای خیلی اولیه است، اولیه‌ای که ما به خاطرش در انقلاب شرکت کردن مردم. بر بیمارستانا نگاه میکنی، در تعرفه ها و غیره نگاه میکنی، خب و میبینی که اینجا یک سری بازارهای یله ول و ولنگار هستش. ببین اینجا بحث خیلی مهمه. آقای دکتر مرتضی میگه اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری دستوری. من جوابم خیلی ساده است. خب جواب ما اینه که اقتصاد ایران کم دستوریه. هدف ما چی آقای دکتر؟ هدف ما فقط به من 2 دقیقه وقت بدین و لطفا قطع من نکنین. هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که بازار آزاد درست کنیم. برای دکتر بله، هدفش اینه که بازار آزاد درست کنه. اما هدف ما این نیست. هدف ما اینه که دولت ملت سازی کنیم. آقای دکتر گفتش که این واحدهای جامعه و ملت و اینا اصلا قبول نداره، فرد رو قبول داره. فرد ایرانی هم میتونه فردا بره افغانستان، میتونه بره چین، میتونه بره آمریکا، میتونه بره کانادا، فرده. ولی ما چون محل ورودمون به بحث دولت ملت ایرانی و مردم ایران هستن و خیلی جمعی که به همه مردم برسه، این بحث فلسفیه و بحث لزوما اقتصادی هم نیستش. اینه که آقا این ملت 85 میلیونی یه سری خیرهای عمومی دارن. خب اگر ما بیایم بچه‌های فقیر رو نذاریم درس بخونن، ازشون دکتر بیاد، یه سری دیگه درس می‌خونن، مثلا میان دانشگاه شریفی که من خودم بهش رفتم، بعد بلند میشن میرن 90 درصدشون بلند میشن میرن جای دیگه و خدمتشون رو با آمریکایی‌ها میکنن، بعد ما میگیم آقا تقصیر جمهوری اسلامی که این فرار سرمون فرار مغزو اتفاق افتاده. خیر جمعی کجا میشه؟ خب من به کجا میخوام برسم؟ به این میخوام برسم که تفکر نئولیبرالی از اواسط دهه 70 میلادی حرفش این بود که آقا دولت‌ها باید دخالت‌هاشون رو روی بانک مرکزی‌ها، روی نرخ بهره، روی به شکلی بدهی دولت‌ها و غیره بردارن. دولت‌ها نباید بدهی داشته باشن و اینها باید در یک وضعیت آزادی در جهان و تجارت جهانی داشته باشه. همه حرف این بود. تمام مطالعات نشون میده. مطالعات من که نه، من که نه اقتصاددانم، نه ادعا دارم، ولی مطالعات حتی آدم‌هایی مثل هاجون چنگ، استیگلیتز، آدم‌هایی که نوبل اقتصادی گرفتن نشون میده که کشورها بدون استثناء، یعنی حتی اگه آقای دکتر یک استثناء بر نشون بده، من همین الان تسلیم میشم میگم من از اینجا رفتم، بدون استثناء کشورهایی که به توسعه اقتصادی رسیدن، به توسعه اقتصادی رسیدن، در دوره ابتدایی دولت درشون دخالت های فراوان کرد و از صنایع ملی دفاع کرد، از پول خودشون دفاع کرد، نرخ بهره رو دولت تعیین کرد، سرمایه گذاری خارجی که میخواست بیاد یله و ول نبودش و اینها رو استفاده کرد دولت برای اینکه بتونه اول بتونه باشون رقابت کنه. حالا ماجرا چیه و ماجرایی که نئولیبرال ها به ما نمیگن چیه؟ خیلی مثال ساده ای، اگر من در کره جنوبی در دهه 1970 میخوام ماشین بسازم، من کشور عقب مونده ای هستم در 1970، معلومه که نمیتونم رقابت کنم با ماشین سازی آمریکا، با فورد آمریکا. خب بعد چیکار کنم؟ اگه الان فوردم وارد چه، تعرفم نباشه توش، مرز اقتصادی هم نباشه، منم اینجا بخوام با همون قیمت بذارم، که نمیشه که. دولت وارد میشه، به من سوبسید میده، ورود فورد رو ممنوع میکنه، از من حمایت میکنه و غیره، تا اینکه من بتونم خودم آروم آروم بالا بیام. تمام دعوا اینه، تمام دعوای فلسفی اینه. نئولیبرال ها تاریخ ندارند، لیبرال های اقتصادی تاریخ ندارند. فکر می کنم ما هممون توی فضا هستیم و با هم رقابت کنیم. نمیگن که 400 سال اروپا، آمریکا و غرب ما رو دوشید. در 1839 که انگلستان وارد چین شد، چین بزرگترین جی دی پی جهان بود و انگلیس با اراده های توپش تجارت آزاد رو به چین بعد از سوزاندن چند شهر در اطراف یانگتسه تحمیل کرد. اقتصاد آزاد، بازار آزادی که آقای دکتر میگه و به گوش عده‌ای در ایران شیرین میاد، بعد بدونن به خاطرش کشور اروپایی هندی کشتن، چینی کشتن، ایرانی کشتن، اسلحه رو روی شقیقه ما گذاشتن و گفتن یالا بدو اقتصاد آزاد. برای چی؟ ولی قبل از اون خود انگلیس چیکار میکرد؟ مرزها رو بسته بود و نمیذاشت هیچ کدوم از لوازم خارجی وارد انگلیس شه. پروتکشنیسم، مرکانتالیسم ممنوع بود. چرا؟ میخواست صنایع خودش بیاد بالا و اول قوام بگیره، رشد کنه. بچه 6 ماهه رو که نمیذارن تو رقابت با یه غول 700 کیلویی 50 ساله که، اول بچه رشد کنه، قوی شه و بعدن. و الان وضع داره عوض میشه. اینو من بگم، الانی که چین داره قوی میشه، هند داره قوی میشه، آمریکا ترسیده، هم ترامپ پروتکشنیست بود، هم بایدن 50 میلیارد دلار برای کمک به مایکروچیپ اینداستری کمک دادش. خب چیپ اکت آقای دکتر برید و لطفاً بخونید. بایدن تعرفه بر 300 کالای چینی گذاشت،
بایدن ورود هواوی رو ممنوع کرد، بایدن تیک تاک رو ممنوع کرد که چینی باشه. اقتصاد دستوری آمریکایی مگه میشه؟ بله میشه و از این بیشتر هم خواهد شد. در رقابت آمریکا با چین دوباره داره فضا برمیگره به همون قرن 18 هم. دولت‌های مدعی اقتصاد بازار آزاد در آمریکا همه دارن دستوری میشن و این قصه رو ما نمیگه. حرفای آقای قنی‌نژاد اگه سال 70 بود، 80 بود، 90 بود شیرین بود، نه الان که خود غرب داره به سمت ملی‌گرایی میره، خود غرب داره به سمت اقتصادهای ملی میره و داره حمایتگرانه رفتار میکنه، داره سوبسید میده. شما اقتصاد دستوریتون کجاست؟ بیاین تو انگلیس ببینین که دامدارهای انگلیس چقدر دارن سوبسید میگیرن، کشاورزای آمریکا چقدر سوبسید میگیرن، کاتین اچ تکنولوژی در انگلیس چقدر داره سوبسید میگیره. همه جای دنیا میگیرن، به جهان سوم که میرسه جنس بنجلشون رو میفروشن که آقا سوبسید نداره، که دولت بره کنار، فقط قوانین، قوانین کلیگویانه دفاع از حقوق خصوصی دولت هم وجود نداشته باشه. اون کاری که آقای قنی‌نژاد میکنه تا حد زیادی در ایران انجام شده. اگر ادامه پیدا کنه ایران نابود میشه، فروپاشی میشه. همین الان ارز ترجیحی رو حذف کردن، یعنی دولت وظیفش رو در سیر کردن شکم 85 میلیون ایرانی واگذار کرد. این یعنی یک دقیقه جنبندی بفهمید. یعنی اون کاری که شما میخواستید و آرزوشو داشتید. آقای دکتر در شهریور 98 شما به دولت ایران گفتید که بنزین رو قیمتش آزاد کن. شما مسئول خون 237 نفر در آبان 98 هستید و شما متخصص گردن نگرفتنید. من جمله رو بگم، در نوشته های IMF گفته میشه به کارشناسان نئولیبرال در سرتاسر جهان که بر خصوصی سازی تاکید کنید، بر کوچک شدن دولت تاکید کنید، بر نداشتن بدهی دولت و کوچک به شکلی کم شدن نقدینگی تاکید کنید و اگر سیاستتون شکست خورد به هیچ وجه گردن نگیرید. گردن نگرفتن کار شما و دوستان نئولیبرالتون در تمام 14 دهه گذشته بوده. ایران اولین کشوری نیست که به واسطه شما زیر ضرب رفته. شیلی رو باشون کار کردید، اندونزی رو اون کار کردید، بنگلادش رو باشون کار کردید، نیجریه رو اون کار کردید، آرژانتین رو دیفالت کشوندید. شما صدها کشور رو نابود کردید تا اینکه بتونید غربی که بهش علاقه دارید و عاشقانه دوستش دارید رو بالا ببرید. بسیار متشکرم علیزاده. حالا یه فرصتی هم برای جمع‌بندی مجددا خدمتتون میدم ان شاءالله. آقای دکتر قنی‌نژاد منم دیگه صحبت نمی‌کنم. 3-4 دقیقه خدمت شما کامل. آقای علیزاده خیلی سخنان با مزه‌ای مطرح می‌کنن. می‌فرمایند که کره جنوبی هم حمایت کرد، نمی‌دونم کشورهای دیگه، کشورهای غربی هم حمایت کردن. اول بچه نمیدونم 6 ماهه که نمیتونه با نمیدونم جوون 40 ساله رقابت بکنه. خب سوال بعد از آقای علیزاده اینه، صنعت اتومبیل ما 50 ساله داره حمایت میشه، 50 سال. خب طفل 50 ساله ما داری چقدر باید حمایت کنی؟ اتومبیلی که الان اخیراً اعلام کردند هیوندایی تولید میکنه، جدیدترین مدل هیوندایی اتومبیل که همه ویژگی های اتومبیل مدرن و جدید هم داره، $7,000 قیمتش. $7,000 با دلار 50,000 تومان میشه چقدر؟ 350 میلیون تومان. با 350 میلیون تومان در ایران شما چه کدوم اتومبیل میخواد میتونید بخرید؟ چه اتومبیل میخواد؟ این نتیجه حمایت، این اجحافیه که به مصرف کننده میشه. 50 سال پدر مصرف کننده ما در آوردن این صنعت خود رو، صنعتی که بعد همه حمایت میکنن، تا بهش هم دست میزد بالای چشت ابروس میگید آی نمیدونم اشتغال این میشه، اشتغال اون میشه، نمیدونم حمایت حمایت. خب کی باید این حمایت تموم بشه؟ این اجحاف به ملت ایران هست. ایشون وسط صحبت ها شده میگن که ما ایران و ملت رو قبول نداریم، ما فرد رو قبول داریم. کی این حرفا رو زد؟ من ایران رو قبول ندارم، من ایران رو قبول ندارم که با تمام مرارت هاش این تو نشستم زندگی میکنم. یا حضرت عالی که اونجا تشریف بردید در انگلستان، این حرف ها رو نزنید، مردم به شما میخندن. واقعیت ها رو بگید،
واقعیت ها اینه که اقتصاد دولتی، اقتصاد دستوری، فرهنگ دستوری، سیاست دستوری در کشور ما مردم رو بیچاره کرده. مردم نیاز به آزادی دارن. آزادی، آزادی در اقتصاد، آزادی در سیاست، آزادی در فرهنگ، آزادی در انتخاب. مشکلات ما ایناست، مشکلات ملموس واقعی. میشون میگه تاریخی من بحث نمی کنم، تاریخ رو گذاشتم کنار. تاریخ چیه؟ تاریخ واقعیت های زندگی ماست. میگم 50 سال حمایت کردیم، این تاریخ نیست؟ تا کی باید حمایت کنیم؟ 100 سال دیگه هم باید از صنعت خودرو حمایت کنیم؟ میتونم اجحاف کننده ما، مصرف کننده. کی پایان میاد خواد بشه؟ کی میخوایم این داستان رو تعمیم کنیم؟ کی میخوایم که با این زبان ایدئولوژیک با مردم حرف بزنیم؟ زبان ایدئولوژیک اینا، زبان ایدئولوژیک اینه که شما شب و بدید روز و هیچ ابایی هم نداشته باشید. راحت اینا تو دوربین نگاه بکنید، نه شب نیست، روزه. اقتصاد دستوری بگید لیبرالیزمه. این یعنی نفی واقعیت. این دیدگاه ایدئولوژیک اینه. ایدئولوژی واقعیت رو اونجوری که هست نمیبینه، واقعیت رو اونجوری که دلش میخواد معرفی میکنه. آقای علیزاده از ابتدا تا حالا واقعیت‌های جامعه ایران رو اونطوری که دلش خواست توضیح داد، نه اونطوری که هست. اونطوری که هست خود دولت یا خود مسئولین کشور میگن آقا بدبختی ما اقتصاد دولتیه، نمیدونیم از چه جوری از دستش خلاص بشیم. اصل 44 سیاست های کلی، اصل 44 برای چه ابلاغ شد؟ برای چه ابلاغ شد؟ برای اینکه اقتصاد دولتی جواب نمیداد دیگه. آقای قنجاد یک دقیقه جنبندی بفرمایید که دو سه دقیقه. ولی نتونستن اونم درستش کنن. چرا نتونستن؟ چون اون تفکر دستوری بود از اول. چون تفکر دستوری بود، اون خصوصی سازی هم شد واگذاری به جای اینکه خصوصی سازی بشه. و اون پیش نیاز خصوصی سازی که آزاد سازیه، مثل جن و بسم الله برای حضرات. وقتی از آزادی حرف میزنیم، نه نه نه، این بحث سیاسی شد، اقتصادی حرف بزنید. آقا اقتصاد هم سیاسیه، اقتصاد هم این بخشش سیاسیه. آزادی نباشه، نه در اقتصاد نه در سیاست، هیچ چیزی درست نمیشه. مشکل ما، گرفتاری ما اینه. این بحث اقتصاد دستوری که آقایون رفقا دوستان آقای علیزاده اسمشو گذاشتن لیبرالیزم، نوع لیبرالیزم، میدونید مثل این که روزو میگن شب. خب این چطوری میشه این رو بحث کرد؟ چطوری میشه همچه بحثی رو جلو برد؟ شما واقعیت ملموس زندگی مردم ایران رو که زجر اینو میکشن، قیمت ها داره هر روز میره بالا، تورم وحشتناک، اینا رو کی درست کرده؟ اینا رو اقتصاد آزاد اینجوری کرده یا اقتصاد دستوری این کار کرده؟ اقتصاد ناکار آمده خصولتی این کار کرده. بسیار متشکرم آقای دکتر، بسیار متشکرم. آقای علیزاده وقتمون رو به اتمام، دو سه دقیقه هم از تاری جنبندی بفرمید به عنوان بخش پایانی. دیگه این همه صحبت از آقای قنجاد، اجازه بدید من حداقل اندازه آقای قنجاد صحبت کنم. چشم، آقای قنجاد میگن که خصوصی سازی، خصولتی سازی و غیره بوده. من میخوام بدونم که کی ایشون به این نتیجه رسیدن؟ چون تا روزی که دوستان ایشون آقای نهاوندیان و آقای روحانی در سر کار بودن و داشتن کارخونه‌ها رو یکی یکی خصوصی می‌کردن، ایشون چنین چیزی نمی‌گفتن. چرا دقیقاً الان یادشون اومده؟ اگر خصوصی سازی بده، چرا گذاشتن 3 دهه انجام شه؟ یک بار اعتراض ایشون به اینکه آقا این خصوصی سازی‌ها اشکال داره، همین الان آقای دکتر بفرمایید، همین الان بگید که سازمان خصوصی سازی رو ببندن، بگید همین الان که با مولدسازی مخالفید، چرا شما این حرفا رو نمی‌زنید؟ شما گردن نگیرید از یک طرف از اینکه دولت داره کوچیک میشه و تبخیر میشه. من اینا رو گفتم، شما شما نشنیدید اینا رو. شماست. اما گردن، اما من شنیدم، من همه مصاحبه های شما رو قبل از این برنامه خوندم آقای دکتر. خب شما اما چی گفتید؟ خب گفتید که این خصوصی سازی کافی نیست، گردن نگرفتن. اگه
میخواید وایسی سینه سپر کنیم بگید آقا دولت ایران رو ما بعدش حمایت کنیم، الان تو این شرایط واقعی ایران که قوه قضاییه و نهادهای نظارتی کار خودشون درست انجام نمیدن و از 800 واحد خصوصی سازی از سال 84 تا امروز 700 تاش معلوم نیست چه اتفاقی افتاده، ما فعلا خصوصی سازی رو متوقف میکنیم تا بتونیم شرایط پیشینی خصوصی سازی عادلانه و غیر رفاقتی رو فراهم کنیم. یک جمله بگید شما متوقف کنیم شما. من سرمقاله نوشتم، سرمقاله نوشتم دو سال قبل، عنوان سرمقاله من هست خصوصی سازی رو متوقف کنید. ببخشید بعد یه لحظه وایسید، یه لحظه های باین نجات تلفن بعد دوباره بگیرن دوستان، صدامو قطع شد، اگه دوستان فنی مساعدتی بکنن. آقای علیزاده، آقای علیزاده صدا دارید؟ تصویرمونو دارم ولی صدامون قطع شد. بله بله بسیار آمونتری تماس بگیرید. آقای علیزاده صدا اومد؟ صدا هست؟ صدا رو دارید؟ آقای علیزاده ما صدای شما رو داریم. کاش ایشون صحبتشون ادامه بدن بعد. آقای علیزاده ما رو هم نگاه نمی کنه دیگه. آره نه صدامونو دارم. آقای علیزاده صدا می‌ذارم که حرف زیادی نزده باشم که دیگه الان علاقه شما برای تماس به قطع شده باشه. آقای علیزاده صدای شما رو داریم، صدای شما هست، صدای شما هست. خب من صدای آقای علیزاده رو حالا ما هم نداریم دیگه. ولی به من میگن که صدای من هست، من ادامه بدم حتی بله 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 که زمان نره. بله بله بسیار خوب. خب پس ببینید که فقط من صدای اون رو شما نمیشنم متاسفانه. خب ببینید بحث اینه خصوصی سازی بده، بسیار خوب، همین الان شما باش مخالفت کنید. اما بحث اقتصاد دستوری، ببینید اقتصاد دستوری ایران کجاست آقای دکتر؟ این خیلی نکته مهمیه که من امیدوارم تکنوکرات‌ها ایران بفهمن. الان در تمام کشورها به کاتینگ اج تکنولوژی خیلی دستوری کمک میکنن، سوبسید میدن. آقا مهمترین محل کاتینگ اج تکنولوژی در جهان کجاست؟ پنتاگونه، بعدم ناساست. اونا رو که نمیتونن با بخش خصوصی اداره کنن آقای دکتر، چرا به مردم نمیگید؟ اونها رو دولت کمک میکنه، در همه جای دنیا به خودروسازی کمک میکنه. اتفاقا اون نوع نگاه کوچک سازی دولت که خودروسازی رو رها کرد و اجازه نداد که تکنولوژی ها رو که بسیار گرونه و باید دولت کمک کنه رو انجام بده، بعض خودروسازی رو به اینجا رسون، یک. و دوم دلاری سازی قیمت های داخلی، یعنی فولادی که خودرو بخره طور دلاری حساب میکنه. کی قیمت ها رو جهانی کرد آقای غنی نژاد؟ گردن نگرفتن، یعنی عدم مسئولیت پذیری. یک لیبرال اخلاقی اول از همه مسئولیت کارهایی که تحمیل کرده به 85 میلیون ایرانی و تورمش داره زندگی مردم رو خفه میکنه رو اول میپذیره. خب اول میپذیره. دو شما فرمودید که اقتصاد دستوری، این که در دولت بیاد، شما هر جایی که دولت هست رو میگین دستوری. خیلی دولت وظیفه داره که تا ما به عنوان یک حکومت نیمه به شکلی توسعه یافته به یک قوام برسیم از ما دفاع کنه. میدونید کجا خیلی دستوری بود؟ موشک های نقطه زن ایران دستوریه، پهپاد های ایران دستوریه. آقای خامنه‌ای روشون سرمایه گذاری شخصی کرد تا به اینجایی رسید که الان میتونیم صادر کنیم پهباد رو. میدونی چرا؟ چون در اونجا نگذاشتن که غنی نژادها وارد شن و همون کار رو کنن که با خودروسازی کردن، با مسکن کردن، با آموزش کردن و با بقیه کردن. موشک های ایران رو ببینید شما تا ببینید که برد اقتصاد دستوری که حکومت پاش وای میسته و میگه من حمایت میکنم تا کجاست؟ تا قلب جایی که باور نمیکنید. خب خیلی خیلی فراتر از این شما باور میکنید. علیزاده صدای ما رو الان دارید؟ ایران همون کاری کرد که روسیه. بله بله صدای شما رو من. خب الحمدلله صدای ما وصل شد. خب علیزاده یه دقیقه اگه جنبندی بفرمایید چون وقتمون دیگه واقعا رو به اتمامه. جمع کنم من. دعوای ما با آقای غنی نژاد در چیست؟ دعوای ما با آقای غنی نژاد اینه که ای مردم محترم ایران، اگر بچه هاتون برای مدرسه یه پولی ازشون میگیرن که 20% حقوق ماهیانتونه و در خانه های اجاره زندگی میکنید و مرغی که داشتید پارسال میخواید 20,000 تومن شد 100,000 تومن الان و پرایدتون شد 500 میلیون تومن چون فولاد و بقیه بخش هاش با دلار داره محاسبه میشه و به زودی برای بنزینتون خواهند اومد و همه بخش های دیگه، برای اینکه اینها گمان میکنن که بازار باید جهانی باشه و ما بخشی از اون هستیم. خیر، ما زیر جنگ اقتصادی هستیم. آقای غنی نژاد در جایی میگه که آمریکا کار درستی کرد که به مردمش در دوره کرونا حقوق داد چون دوره استثنائیه.
دلش برای مردم آمریکا میسوزه، اما برای مردم ایران که زیر فشار حداکثری بودن و وضعیت خاص بود نمیسوزه. ما در وضعیت استثنایی تحریم و حمله بودیم، چرا نباید به مردم کمک میکردیم؟ چرا شما از بنزین گرون کردیم؟ اما دعوا کجاست؟ دعوا اینجاست. اصل 43 قانون اساسی که به خاطرش 230 هزار نفر در این کشور شهید شدن، برای تامین استقلال اقتصادی جامعه، برای شکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: 1. تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده. 2. تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. در شکل تعاونی که تو انگلیس فراوان هست اما تو ایران نیست، چون غنی‌نژادها تعاونی ها رو از بین بردن. از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در اثر افراد و گروه های خاص منتهی شود، نه دولت به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. خب 3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی داشته باشد. 8 ساعت کار، نه اینکه افراد 3 جا کار کنن بتونن فقط اجارتشون رو بدن. 4. آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد. 5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار. آقای غنی‌نژاد به این متون مقدسی که محصول انقلاب اسلامی مردم ایران میگه کمونیستی، این رو میخواد از مردم ایران بگیره و گرفته تا حد زیادی. سلب مالکیت کرد، انقلاب مردم رو همه رو شریک کرد، گفت مردم همه شما در این انفال شریکید، چون دیگه دست کنسرسیوم انگلیسی نیست، دست شاه و خانوادهش نیست، مال همتونه. و آقای غنی‌نژاد از سال 68 اینها رو پس گرفتش، همونطور که در انگلستان آن چیزی که به واسطه کینزیانیسم و قرارداد اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 78 داده شد رو تاچر مرشد دیگه ایشون پس گرفتن و سلب مالکیت کردن. سلب مالکیت در این دزدی از سال 68 دزدی کلان اتفاق افتاد با همین حرفای شیرین. و مردم ایران باید بدونن که حقشون رو انقلاب و رشادت اون 230 هزار نفر داده و این رو باید سرش ایستاد و جنگید و حرف خوب در مورد لیبرالیسم و آزادی. آزادی ایشون فقط یک آزادیه، آزادی تو سر بقیه زدن، انحصار داشتن و پولدارتر شدن. آزادی در کار نیستش، این آزادی ضد آزادی. بسیار متشکرم آقای علیزاده. خب آقای غنی‌نژاد تشکر می‌کنم. تو یه نکاتی آقای علیزاده گفتن، منتها من فکر کنم اگه شما پاسخ بفرمایید دوباره آقای علیزاده یه نکاتی بگن تا صبح خلاصه مجبوریم بشینیم. من معذرت خواهی می‌کنم. یه نکته‌ای بود که ایشون فکر کنم متوجه نشدن من گفتم وسطش. من 2 سال قبل سرمقاله‌ای نوشتم آقای علیزاده، جناب آقای علیزاده، عنوان سرمقاله این بود: خصوصی سازی را متوقف کنید. شما دیدید اونو؟ دیدید؟ دقیقاً زمانی که دولت مطبوعتون داشت خارج میشد، چه هنری بودش وقتی روحانی داشت خارج میشد؟ من خوندم اون مقاله رو. آقای علیزاده ببخشید، من فکر میکنم بحثمون خیلی مثلا آخرش یه ذره شخصی شد حالا. دوست نداشتم خیلی بحث بره به این سمت. شخصی نیست. اصلا شخصی نیست. آقای غنی‌نژاد مسئول وضع موجوده. عجب. مسئول وضع موجوده. مسئول وضعیت 1400. ما می‌خواستیم بیشتر یه مقدار تمرکز کنیم رو خود مفهوم در واقع لیبرالیسم و نسبتش با اقتصاد. از اول اینطوری بود که دیگه من میگم بحث ایدئولوژیکه اینه. شما روی موضوع بحث نمی‌کنید، روی شخص بحث میکنید. من مسئولم. آقای غنی‌نژاد موضوع ایران امروز غنی‌نژادیسم در اقتصاده. غنی‌نژادیسم، مسعود نیلیسم، مکتب نیاورانیسم و دانشگاه شریفیسم در اقتصاده. آزادسازی همه چی. شما میگید که من مسئولم. مردمی که دارن تو ایران موضوع میخورن دارن احساس میکنن. شما حرفات رو زدید دیگه، گوش بدید اقلا. انقدر که لیبرال هستید که گوش بدید پاسختون رو بشنوید. من در این مملکت هیچ پست اجرایی در هیچ دولتی نداشتم، با هیچ دولتی کار مشاوره‌ای نکردم، برای هیچ دولتی مشاوره ندادم. بعد شما می‌فرمایید من مسئول وضع موجودم. آخه مرغ پخته به این مسئله میخنده. این مسئول انقلاب نبود؟ مگه شریعتی که شما مسئول انقلاب 57 و کمونیستی کردن اقتصاد دهه 60 میدونید، مگه زنده بود اون موقع؟ چه حرفی های دکتر با بچه مگه طرفید؟ یعنی من آقای علیزاده، من فکر کنم الان یه کمی بحث داره شخصی میشه، خوب نیست بحثمون. من اجازه بدید در حد یک دقیقه
حداقل فهم خودم و جنبندی خودم رو از بحث امشب تقدیم بکنم خدمت شما هست که این به نظرم یه مناظره و گفتگوی خیلی درس آموزی حالا حداقل برای ما که از بیرون مسئله رو نگاه میکنیم و شاید به این معنا متخصص حوزه اقتصاد نیستیم بسیار درس آموزه برای تأمل راجع به وضعیت ایران و وضعیت فعلی که هستیم که خیلی جالبه که بالاخره عده‌ای از کارشناسان ما معتقدند که وضعیت امروز ما حاصل دستوری بودن دولت حاصل به نوعی غلبه نگاه‌های چپ و شاید سوسیالیستی یا کمونیستی در جامعه ایران باشه و عده دیگه دقیقاً برخلاف این معتقدند که ما کمتر خیلی کم دستوری بودیم و اتفاقاً باید دستوری باشیم من فقط نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که ای بس ما یه مقدار نیازمند تدقیق هم باشیم توی خیلی از مفاهیمی که به کار میبریم و اینکه آیا منظورمون از اینکه دولت مداخله بکنه چیست کجا رو مقایلیم که مداخله بکنه چه حوزه‌ای رو نباید مداخله بکنه اندازه دولت و به هر حال این بحث ها همچنان بازه و خود این نشوندنده اینه که اصل این بحث علارغم اینکه 2300 سال در دنیا داره راجبش بحث میشه چقدر در اقتصاد ایران مهمه و چقدر زنده است تشکر میکنم به هر حال از جناب آقای علیزاده یه مقدار این اختلاف 3-4 ثانیه‌مون هم با رفت آمد صوت و تصویرمون با لندن یه مقداری فکر میکنم ضربه هم زد به گفتگومون اگه حضوری بود فکر میکنم گفتگوی خلاصه به یه معنای در پر درگیری تر و چالشی تری بود نه اما به هر حال من یه نکته اضافه کنم اجازه بدید من یه نکته غیر صدا سیمایی اضافه کنم آقای بگذری اولا که از این دعوا نترسین هم آقای غنی نژاد اهل مناظره است هم بله بله ما داریم با هم بله. گفتگو میکنیم برای من نه خیلی خوب بود خیلی خوب غنی نژاد مهمترین آدم تو نهله فکریه من دارم ایشون رو به شکلی به ارزششون رو میگم وقتی میگم منظورم نماد اون تفکره وگرنه بله بحث شخصی نیست بله. وگرنه شخص ایشون این تعریفتون بود نکته مهمی اینه اگر ما اینقدر بحثمون داغ میشه اگر بحثمون اینقدر داغ میشه الان به خاطر کمکاری شما در صدا سیماست این بحث رو بعد سال 68 بله درسته اینو من استثنا اینو آقای علیزاده گردم میگیرم سه دهه متراکم کردین بحث ها رو و اجازه اسطوره سازی و افسانه سازی توش دادیم و حالا میگین چرا بحث ما داغ میشه خیلی طبیعیه همکاری صدا سیماست زحمت کشید آقای علیزاده آقای غنی‌نژاد تشکر بینندگان عزیز شبتون بخیر و خدا نگهدار